بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. با سلام خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمت شما هستیم با برنامه زنده خیانت در گزارش تاریخ، بررسی سیرت امیر المؤمنین حضرت عمر، پدر خانم رسول خدا صلی الله علیه و سلم و داماد حضرت زهرا رضی الله عن الجمیع. حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه یکی از بارزترین شخصیت تاریخ بشر بعد از پیامبران، شخصی که سیستم حکومت اسلامی و خلافت اسلامی نظم بخشید. در زمان ایشون به عنوان یک مدیر موفق شناخته شدند. در اون زمان که سیستم خلافت اسلامی هنوز به روش سنتی بود، با اون نظم و مدیریت دقیق و حساب شده یک خلافت بسیار مدرن در زمان خود تأسیس کردند. فتوحات اسلامی در زمان حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه بگونه ای بود که تا به امروز تاریخ اسلام نتوانسته اون فتوحات را دوباره تکرار کنه. در مورد شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه بیشتر از این سخن خواهیم گفت. میهمان برنامه استاد عبدالفتاح خدمتی است، در خدمت شما عزیزان هستیم و مکمل قسمت های گذشته باز هم در مورد حضرت عمر سخن خواهیم گفت. سلام علیکم و رحمت الله. استاد عبدالفتاح خدمتی، از حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه هر چی گوییم باز هم کم گفتیم. بفرمایید مقدمه تا اینکه وارد فضائل حضرت عمر از زبان ائمه اهل بیت و اهل بیت بشویم. بفرمایید. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. سلام خدمت شما جناب هاشمی. السلام ورحمة الله. خدمت بینندگان محترم در ایران بزرگ، در افغانستان و تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه و هر جا که فارسی زبان هست، در اروپا، آمریکا، کانادا، و شاهد برنامه زنده خیانت در گزارش تاریخ هستند. در این روز سه‌شنبه ما در جلسات گذشته عرض کردیم که حضرت عمر شخصیتی ویژه‌ای داشت نزد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله، احترامی ویژه‌ای داشت و روی حضرت عمر حساب‌های زیادی می‌بردند و دقت می کردن با حضرت عمر نشست و برخاست بیشتری داشته باشند، از جمله حضرت علی که بیشتر کسانی بود که با حضرت عمر نشست و برخاست داشت، با حضرت عمر رفت و آمد می کرد و به حضرت عمر بها می داد و به حضرت عمر احترام می گذاشت. و این مسئله باعث شد که در پایان کار، قبل از شهادت حضرت عمر، حضرت علی دختر خود را به ازدواج حضرت عمر در بیاورد و به او دختر بدهد و او را جزو آل بیت خود قرار بدهد. و اون چیزی که حضرت عمر می فرمود که تمام نسبها و سببها قطع می شوند جز نسب و سبب رسول الله صلی الله علیه و آله، که من می خواهم اون نسب و سبب من باقی بماند، در روز قیامت هم قطع نشود. الله اکبر. از زبان حضرت علی چیزهایی که در فضائل حضرت عمر بود عرض کردیم، باز تکرار میکنیم چیزهایی که گفته شده با آدرس گفتیم. من خواهش میکنم که بینندگان محترم توجه کنند و آدرس را یادداشت کنند و مراجعه کنند و ببینند که تا به حال افرادی به تاریخ خیانت کردند، واقعیت را به مردم نگفتند، برعکس واقعیت گفتند، حقیقت را وارونه جلوه دادند، گفتند که بین عمر و علی اختلاف شدید بود و عمر به خون علی تشنه بود و بالعکس. و آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد عمر مقام و منزلتی نداشتند و همچنین عمر نزد آل بیت پیامبر مقام و منزلتی نداشت و به این بزرگوار هزار تهمت و هزار ناسزا میگویند و حکم ردت و کفر و نفاق و غصب و هزاران تهمت دیگر که ما انزل الله بها من سلطان. و این بزرگترین خیانت در تاریخ است. و زمانی که استاد هاشمی یا برادرانی که زنگ میزنند و میگویند که ما برای اولین بار این را شنیدیم، استاد هاشمی از من تعجب میکنه، مگر میشه اینطور بشود؟ پس چرا چنین شد؟ عرض میکنیم بیرندگان را عذر بنه،
بینندگان در یک جامعه بزرگ شدن که جز این چیز دیگر ندیده و نشنیده اند، جز این که جز بدی عمر، جز اجحاف در حق عمر، جز ناسزاگویی به عمر و جز یک عمر منفی چیزی دیگری ندیده و نشنیدند. از کجا بدانند که این دروغ است؟ از کجا بدانند که آقایون به اونها خیانت کردند؟ از کجا بدانند که این بزرگترین خیانت در تاریخ است؟ حال شما آماده اید در ساحت میدان و به مردم میگویید آقا اصلا تا به حال به شما چی دروغ گفتن؟ واقعیت امر بله. استاد خدمتی، من در قسمت گذشته مطالب بسیار زیبا اوصاف و فضائل حضرت عمر از زبان حضرت علی بیان شد و واقعا ایمیل ها و تماس هایی که بعضی از بینندگان داشتن حکایت از این میکرد که یک چیز عجیب و غریبی است، مگر میشه در کتاب نهج البلاغه تا این حد حضرت عمر ستوده باشه؟ به علت محدودیت وقت هفته گذشته فرصت نشد که کل خطبه دقیق بررسی بشه. من اگر اجازه میدین گذری داشته باشیم بر اون نامه ها و خطبه های حضرت علی مبنی بر اوصاف حضرت عمر، دقیقاً به اون اوصاف اشاره بشه و اینکه حضرت عمر از دیدگاه حضرت علی چه جایگاه و منزلتی داشته. اگر لطف کنید اون خطبه را مجددا من از میخوام از اونجایی که عرض کردم در رابطه با فرمایشات حضرت علی قسمت‌هایی را تکرار میکنم تا اینکه برسیم به موضوع جدید. بفهم. حضرت علی در رابطه با حضرت ابوبکر و عمر میفرماید که دو بار هم این را میفرماید که می‌فرماید در رابطه با حق الناس درباره خلافت که چه کسی مستحق تر است به خلافت، می‌فرماید انه لصاحب الغار و ثانی اثنین، در جلسه گذشته بیان شده کردیم. بله. و انا لنعرف له سنه. بله. و ولقد امره رسول الله صلی الله علیه و سلم بالصلاه وهو حي. حي. در روایت دیگه ولقد امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم بالصلاه خلفه وهو حي. در دو روایت داریم. بله. حضرت یه جا میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و آله ایشون را پیش نماز کرد در حالی خود حضرت زنده بود. یه جا دیگه میفرماید رسول الله صلی الله علیه و آله به ما دستور داد که پشت سرش نماز بخوانیم و او و اون حضرت چی زنده بود. بله. بسیار خوب. این در کتاب آدرسی که من دارم به این روایت در شرح نهج در جلد یک صفحه 332 شما اون هفته. بله. فرمودید 132 در روایت دیگه دارید یا در چاپ دیگه دارید؟ بله من طبعا در کتاب های متعدد همونطور که فرمودین این حدیث وارد شده، من به علت مده و اجازه من یکی از اینها رو ارائه بدم برای اینکه خب میخواید تا شما آماده بله. من اگر باید دیگه بگم بفرمون. بفرمون. در نامه می نویسد که به حضرت ابوالحسن یعنی علی ابن ابی طالب رضی الله عن الجميع، نامه‌ای که می نویسد به معاویه این را ذکر می کند، ان الله اجتبا له من المسلمين اعوانا ايدهم به فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الاسلام كما زعمت وانصحهم لله ولرسوله الخليفه الصديق. میفرماید که خداوند افرادی را برگزید برای همکاری با ابوبکر و عمر و عثمان که دست راستی و کمکی بودند و در کارهای خلافت و امور مسلمین با آنان همکاری میکردن. الله اکبر. هر کس به اندازه فضل و برتریش در اسلام. بعد میفرماید که و انصحهم لله و لرسوله الخلیفة الصدیق، و از همه ناصحتر، از همه دلسوزتر و از همه مهمتر خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم صدیق. بله. یعنی من اگر بله اگر اجازه بدید استاد خدمتی، این خطبه رو که الان در همونطور گفتیم در نهج البلاغه وجود نداره، جالب اینجاست که حواسشون نبوده، از نهج البلاغه حذف کردن، اما غافل از این که در شرح نهج البلاغه این حدیث وجود داشته، این خطبه در شرح، طبعا شرح نهج البلاغه است، یعنی بایستی در نهج البلاغه وجود داشته باشه تا اینکه بخواد حول این شرح بده. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید شیعی که البته اینها متأسفانه سعی کردن این را سنی قلمداد کنن، میگه که حضرت علی میگه ما غضبنا الا فی المشرع و انا لنرى ابوبکر احق الناس بها انه لصاحب الغار و انا لنعرف له سنا ولقد امره رسول الله صلی الله علیه و سلم بالصلاه بالناس وهو حي. استاد خدمت، جالب اینجاست که علمای شیعه اذعان دارن که این خطبه در نهج البلاغه وجود داره، اما متاسفانه چون فضائل ابوبکر صدیق هست دیگه نبایستی در نهج البلاغه. علی و زبید، حالا ترجمه اون که نوشته بفرمایید اگر ترجمه کنید. بله، میفرماید که ما ناراحتی ما فقط با مشورت بود، با عدم مشورت، با ما کسی مشورت نکرد، فقط برای همین ما ناراحت شدیم و الا
ما اینکه نمانع این هستیم که ابوبکر خلیفه نشود. ابوبکر ما میشناسیمش و بهترین مردم هست برای قبول کردن این مقام، یعنی خلافت حق الناس بها. بله، حق الناس، این اعتراف دیگه. بله، انه حق الناس بها، یعنی اون محقتر است تا کسی دیگه. و انه لصاحب الغار، یک افتخاری بود که نصیب کسی دیگر جز ابوبکر نشد، جناب واسطه‌اش. واقعا این اصطلاح دقیقه، انه لصاحب الغار، یعنی این مدالی است که دیگه گیر کسی نخواهد آمد، نه هم گیر کسی اومده، نصیب هیچ کس جز ابوبکر نشده. لذا شما توجه کن در فرمایشات حضرت علی دقت شده. حضرت علی معروف است از به بلاغت و دقت در الفاظ. انه لصاحب الغار، یعنی یک صفت ممتازش داره میگه، انه لصاحب الغار، از بارزترین مدال های افتخار ابوبکر. آیه 40 سوره توبه، ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا. همه آرزو داشتن ای کاش این آیه برای اونها بود، ولی جز برای ابوبکر خدا قرار نداد. دیگه هم برای کسی نخواهد آمد، دیگه تکرار نمیشه، غار دیگری نیست، سفر هجرت دیگری نیست. پس بنابراین این مدالی است بزرگ که نصیب ابوبکر صدیق شد رضی الله عنه. انه لصاحب الغار. بعد چی میفرمایند؟ و انا لنعرف له سنه، ما ریش سفیدی و سنشو میدونیم که عمری ازش گذشته. ما نسبت به ایشون بچه ایم. ما کجا و اون کجا؟ یعنی زمانی که ما احترام به بزرگان میذارید جزء ایمان شماست. جناب استادش میذارم تو حدیث بله. میگوید که از ما نیست کسی که به بزرگان احترام نگذارد. این داله نعرف له سنه، ما میدونیم ریش سفید، سنش بزرگه، خبره داره، همراه پیامبر بوده، کل بله. عمرش از علمش از رسول الله صلی الله علیه و آله. ولقد دو چند مدال داره میگه، چند اوصاف داره میگه که دیگران ندارند. ولقد امره رسول الله صلی الله علیه و سلم بالصلاة وهو حي بالناس وهو حي. ولقد امره رسول الله صلی الله علیه و سلم بالصلاة بالناس وهو حي. شما توجه بله. کنید، اولین مدال گیر هیچ کس نیومده، سومین مدال هم گیر هیچ کس نیومده که از جمله سومی مشخص میشه. و ان لا نعرف له سنا، ریش سفید زیاد داریم. بله، خیلی مهم نیست. درست. ولی ولقد امره رسول الله صلی الله علیه و سلم بالصلاة بالناس وهو حي. و حي. پیامبر در زمانی که خودش زنده بود ایشون رو پیش نماز کرد. حالا کی رو پیش نماز کرد؟ اگر من بهتر بودم منو پیش نماز میکرد، اگر عمر بهتر بود عمر رو پیش نماز میکرد، اگر زبیر و کسانی دیگه بهتر بودن اونا رو پیش نماز میکرد. این یک امتیازی است، یک مدالی است که نصیب کسی دیگه نشده و نخواهد شد، چون که پیامبر دیگه نیست. بله، شما توجه کنید، یعنی حضرت علی اومده مثل دانه های تسبیح، اون دانه های مهم و مرواریدی خیلی قشنگی را که نسبت به ابوبکر صدیق داره میدرخشد در وصف این بزرگوار، داره میشمارد یکی یکی نام میبرد. من استاد یک فراخوانی دارم به تمامی بینندگان عزیز که نهج البلاغه چاپ های قدیم دارن، لطفا این خطبه رو از نهج البلاغه های قدیم که حذف نشده رو برای ما ارسال کنید، چون متأسفانه در نهج البلاغه های جدید چون به این صورت وصف ابوبکر صدیق از زبان حضرت علی به صلاح نیست، به تعبیر آقایون به صلاح نیست مردم بدونن و به صلاح نیست بیرون منتشر بشه، متاسفانه از نهج البلاغه حذف شده و دیگه در نهج البلاغه های جدید وجود نداره. تمنا می کنم اونهایی که نسخه های خطی از نهج البلاغه دم دستشون هست حتما این رو لطف کنن به ما ارسال کنن و اسکن بگیرن از اون صفحه‌ای که این خطبه در اون وجود داره، که انشاءالله ما بتونیم باز هم با نسخه های خطی این قضیه رو ثابت کنیم. انشاءالله که نسخه های خطی در موزه های تاریخی انشاءالله پیدا میشه و ما میتونیم این رو با نسخه های خطی ثابت کنیم. و متأسفانه شاید خدمتی دستبرد و بازیچه دست قرار دادن کتاب های مانند نهج البلاغه و اصول کافی، چون حاضر بخوام بله. چون فضائل ابوبکر و عمر ذکر شده بایستی حذف بشه و متاسفانه این قضیه همون سیاست یهودی است که یحرفون الکلمه عن مواضعه، بازیچه دست قرار میدادن کتاب تورات، که البته این قضیه همونطور که گفتیم در کتاب الانتصار صراحتا اعتراف کرده و ابن ابی الحدید هم در شهر نهج البلاغه این رو آورده، که اگر تقارن این رو ارائه بدین و ما بتونیم این رو به بینندگان عزیز ارائه بدیم، در اینجا ذکر میکنه که میگه در نهج البلاغه قال علی رضی الله عنه فی کتاب نهج البلاغه و انا لنرى ابوبکر حق الناس بها، و این رو گفته نهج البلاغه جلد 1 صفحه 132، که البته حالا این چاپ قدیم هست که نهج البلاغه الان دیگه خیلی ازش حذف شده، مصادر عقاید شیعه که ما این بارها نشون دادیم، و این متاسفانه در چاپ های جدید نهج البلاغه به صلاح نیست که مردم
ببینن. برساتون نتیجه. در ادامه این مسئله من میخوام عرض کنم فرمایشات حضرت علی خیلی دقیقه جناب صداشه. ایشون نمیگه ایشون پولدار بودن. ایشون اولین کسیه که ایمان آوردن، درسته، ولو این که این یک مسئله، یک مدالیست بزرگ، اولین کسی که پیامبر اسلام آورد. بله. ایشون نمیگه در رابطه با این که مال و اموال و زندگیش در اختیار اسلام قرار داده، بازم این یک خود مدالیست، ولی داره مدال‌های مهم را میگوید. بله. مدال‌هایی که نصیب کسی نشده، ممکنه دیگران هم اموالشون مثل حضرت عثمان در خدمت عبدالرحمن بن عوف، دیگران در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داده. اما ایشون داره میگه یک مدالی که جز او نصیب کسی دیگر نشده. خود حضرت هم از اولین کودکان و نوجوانان بود که اسلام آورد، حضرت علی. بله. حضرت خدیجه هم اولین زنان بود که اسلام آورد. پس 3-4 تا بودن، نه بلکه بود که اولین کسی باشد که اسلام آورده باشد، که آن را یک مدال، ولی اون که مدال هست، ولی اهم، مهمترین مدال را داره میگه که کسی اون مدال هرگز نیافته و نخواهد یافت. یکی هم صحبت شدن و هم سفر شدن با رسول الله صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و سلم. یکی پیش نماز شدن در رسول الله صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و آله و سلم. 3 سال مدت دعوتی بزرگوار بود، 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه، حالا یکم زیادتر یا کمتر، چند ماه چند روز اضافه کمش کنیم. امکان نداشت در جایی رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف داشته باشد با وجود حضرت کسی دیگر پیش نماز بشود، ولی این را غیر ممکن میدانستند، این را محال میدانستند که حضرت تشریف داشته باشد با وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی دیگر پیش نماز، به خود اجازه نمیدادند و نمیشد هم، امکان نداشت. رهبر مسلمین هست، کسی دیگر پیش نماز بشود امکان ندارد، ولی اصرار حضرت برای اینکه ابوبکر پیش نماز بشود، آیا این مدال هست؟ مدالی است قیمتی، مدالی است گران، مدالی است که دیگه نصیب هیچ کس نخواهد شد. پس 2 مورد را ذکر کرده. این یک شهاده حقی است، گواهی حقی در رابطه با او. آیا کسی که با شخصی دشمنه میاد اینطوری او را میستاید جناب استاد هاشمی؟ کسی که با کسی بده، کسی که با کسی کینتوزی داره، که حاشا که حضرت علی کینتوز باشد، بله، میاد اینطوری رو وصف میکند، میاد اونطوری اینطور معرفیش میکنه. ما میدونیم که اینطوره. بسیار خوب. در جای دیگر نامه‌ای که به معاویه نوشت، حالا خب به همین مناسبت بنده میخوام این بگم در رابطه با معاویه، چیزایی که باز هم ما در رابطه با حضرت معاویه بایستی چیز یه جلساتی داشته باشیم، برنامه‌ای داشته باشیم، چون که اینطور باز به مردم وانمود کردن که معاویه دشمن سرسخت حضرت علی بود و دستور داد که به او چی کنن؟ که به او نفرین کنن. یک دلیلی هم ندارید برای این مسئله، یک دلیلی نیست برای این که معاویه دستور داده باشد به علی کس نفرین کنه. حالا این پرانتز بسته، تو پرانتز عرض کردم. حالا نامه‌ای که به معاویه می‌نویسن، نامه چنین است. بعد از اینکه می نویسد که خداوند اشتبا له من المسلمین اعوانا، یعنی بله، بعد ایدهم بی فکانو تا آخر می نویسد، بس و انصحهم، یعنی خداوند بهترین افراد را برگزید، بله، یعنی پیامبران، و برای پیامبران افرادی را برگزید که بازوی دست راست پیامبران بودند. بازوی دست راست پیامبر می فرماید که بود و انصحهم لله و لرسولی الخلیفة الصدیق. حضرت اینو من آدرس دارم خدمت شما، آدرس در شرح نهج ابن هیثم صفحه 488، الان ممکن در جای دیگه ما باشه، نزد من شرح نهج ابن هیثم هستش، شما صفحه 488 میخواید جای دیگه هم سرچ کنید، ممکنه در 3-4 جای دیگه هم این رو آورده باشه. چی میگوید؟ میگوید انصحهم لله و لرسول الخلیفة الصدیق و خلیفة الخلیفة الفاروق و خلیفه خلیفه حضرت فاروق، یعنی عمر بن خطاب. این دو تا را می ستاید جناب صدا شمی. ولی عمری قسم یاد میکنید این مکانهما فی الاسلام شدید، جایشون در اسلام بسیار زیاد هست، قوی است، ایشون مهره اساسی اسلام بودن. یرحمهم الله، حضرت علی داره میگه. حالا شما بیایید رحمت حضرت علی را تبدیل کرده اید به نفرین و لعنت. شیعه علی هستید شما؟ شما شیعه علی هستید؟ علی میفرماید یرحمهم الله، خدا ابوبکر و عمر را رحمت کند. بعد میفرماید چی؟ و جزاهم الله باحسن ما عملا، خدا به اینها بهترین پاداش بده در ازای بهترین عملی که داشتند. این فرمایش حضرت علی است.
شما مثل حضرت علی میگویید؟ شما به ابوبکر و عمر این چنین میگویید؟ اگر چنین میگویید شیعه علی هستید، اگر چیزی دیگر میگویید بدانید که با علی فاصله دارید. علی را از خود دور کرده و خود را از علی دور ساختید. پس بیابید جای شما کجاست. بسیار خوب. اگر لطف کنید همین روایت رو مجدداً بخونیم، ممنون میشم. استاد روایت می‌فرماید که ان الله اجتبى له، یعنی بر رسول الله صلی الله علیه و آله، من المسلمین اعوانا. ان الله اجتبى له، یعنی لرسول الله صلی الله علیه و آله، من المسلمین اعوانا. بله. خدا برای رسول الله صلی الله علیه و آله کمکانی قرار داد. بله. همکارانی قرار داد. بله. ایدهم به، ایدهم به، پیامبر را تایید می‌کردن، نصرت می‌دادن. فکانوا فی منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الاسلام. فكانوا في منازلهم، بله، منزلت های اینها، بله، به اندازه ای بود، فضل اینها به اندازه عملشون و شخصیتشون بود در اسلام. هر کدوم فضیلت هایی داشتن، مقام هایی داشتن، یکی بالاتر بود یکی پایین تر بود، هر کدوم به اندازه عملشون و ایمانشون. بله. کما زعمت، که اونجوری که شما فکر کردید، خطاب به معاویه. بله. و انصحهم لله و لرسوله، و انصحهم یا الله لله و لرسوله. حضرت علی دائمی در مورد ابوبکر و عمر ناصح ترین و بهترینشون، دلسوز ترینشون برای خدا و رسولش، الخلیفه الصدیق، الله اکبر، حضرت صدیق بود، خلیفه یعنی جانشین رسول الله صلی الله علیه و آله، و خلیفه الخلیفه الفاروق، و جانشین جانشین پیامبر حضرت عمر بود. این خلیفه الخلیفه به حضرت عمر میگفتن، و حضرت علی داره به حضرت عمر میگه که جانب. حضرت عمر فرمود که حالا اگر کسی بعد از من بیاد چی بهش میگید دیگه؟ خلیفه خلیفه خلیفه، یک اسم دیگه رو. اولین نفر که اسمش امیر المؤمنین شد حضرت عمر بود. پس لقب فاروق حضرت علی هم به حضرت عمر نسبت میداد، نسبت داده، اینا نسبت داده. بعد میفرماید که ول عمری ان مکانهما فی الاسلام شدید، جای اونها در اسلام زیاد، جای اسلام، جای اونها در اسلام سنگین است، یعنی اونها مهره اساسی هستند در اسلام. بله. ولی امری پیدا کردید شما؟ بله من پیدا کردم. بسیار. بسیار. بعد میفرماید که یرحمهم الله، خدا به آنها رحم کند، رحمت خدا بر ابوبکر و عمر باد. بله. از اینجا من برای اینکه این مطالب حقیقتا نصفتم ده. البته من این از کتاب جالب اینجاست که ملا باقر مجلسی این زحمت رو کشیده و این را آورده. من اینجا که دارم در شرح نهج ابن حیثم هست جناب استاد، جای تعجب اینه که این کتابی که مملو از بد و بیراه به صحابه پیامبر هست، نمیدونم چطوری این از دستش رفته و این حدیث رو در اینجا بیان کرده، فضائل حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان از زبان حضرت علی، و اون هم در کتب سمانیه این قوم مصادر حدیث شیعه بهار الانوار ملا باقر مجلسی جلد 33 صفحه 57. بله. بعد اینجا فرمودین وذكرت ان الله تعالى اجتبى له من المسلمين اعوانا ايده الله بهم. بله. فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الاسلام. اگر ترجمه بفرمایید، میفرماید که جا و مکان و منزلت اونها به اندازه فضلی که در اسلام دارند. مثلا ابوبکر نزد پیامبر محبوب تر بود، همون که در حدیث میفرماید که احب الناس، از پیامبر سوال شد به محبوب ترین کسان نزد شما کی هستند؟ فرمود عایشه. سوال کننده عرض کرد که و من الرجال، فقال ابوها، یانا از مردان کی؟ فرمود پدرش، یعنی ابوبکر صدیق. بله. خب دنبالش میگه که فکان افضلهم کما زعمت فی الاسلام. بله. و انصحهم لله و لرسوله الخلیفه الصدیق و خلیفه الخلیفه الفاروق و لعمری ذكرت امرا ان تم اعتزلك كله وان نقص لم يلحقك ثلمه، البته جزء یا ثلمه است، بر این خطاب معاویه می نویسد، میگه اگر من چیزی را عرض کردم، اگر یا شما را عزل کند یا اینکه شما را ابقا کند، یعنی در خب ترجمه بفرمایید و انصحهم لله و لرسوله، و ناصح ترین و بهترین آنها برای خدا و پیامبرش خلیفه صدیق بود، یعنی الخلیفه الصدیق و خلیفه الخلیفه الفاروق. این در این روایت، در ادامه روایتی که نزد من هست ابن هیثم این رو میفرماید که فیرحمهم و ان لوالعمر ان مکانهما فی الاسلام شدید یرحمهم الله و جزاهم الله باحسن ما عملا.
شرح نهج ابن هیثم صفحه 488. بله من این رو بازم میرم میدم. سوال اینجا مطرح میشه استاد خدمتی و اون هم این که این همه فضائل زیبایی که از زبان حضرت علی و اوصاف صدیق نسبت دادن لقب صدیق به حضرت ابوبکر نسبت دادن لقب فاروق طبعا موضوع فضائل حضرت عمر هست از زبان حضرت علی. در جلسات گذشته عرض کردیم چرا ابوبکر صدیق شد و چرا عمر فاروق شد. صدیق شدن ابوبکر به خاطر تصدیق خبر رسول الله صلی الله علیه و آله که به اسراء و معراج رفته حضرت را صدیق نامید. بله. و فاروق هم عرض کردیم برای اینکه اون تا عمر مسلمان نشده بود همه میترسیدند. بله. و به خفیه عبادت میکردند خدا را، ولی بله. زمان اسلام عمر دیگه همه را با هم آورد و در مسجد الحرام و به صفوفی که حضرت حمزه همراه آنان بود در صفی که رسول الله صلی الله علیه و آله تشریف داشتند و علنا عبادت میکردند خدا را، نماز میخوندند و در اینجا فاروق یعنی جدا کننده بین حق و باطل، بین بله. اسلام و بین مشرکین. بله خب ما برای اینکه استاد خدمتی از وقت استفاده کنیم، پس طبعا حضرت علی فضائل حضرت عمر از زبان حضرت علی مملو هست و به وفور در من دارم من خیلی دارم جناب استاد هاشمی شما. خب من الان از خب زبان خلفا اینقدر دو هفته هم باقی ما یه رب دیگه وقت داریم. اجازه بدید من خطبه های نهج البلاغه چون اون حق خطبه ادا نشد، اوصافی که درش بیان شده بود من دو سه تا فرمایشات حضرت علی را بخونم. بفرمایید. در جای دیگر میفرماید که شیخ امالی در شیخ طوسی در کتاب امالی هم در این رو ذکر میکنه صفحه 507. بله اینجا دارم. فبایعت ابوبکر کما بایعتموه. بله. و کرهت ان اشق عصا المسلمین، من ناپسند دانستم که تفرقه بیاندازم میان مسلمین و ان افرق بین جماعتهم. داره مسلمین خطاب میکنه، داره نهی از تفرقه میگه. ثم ان ابوبکر جعلها لعمر، بعد از آن ابوبکر خلافت را به عمر داد. بله. من بعدی بعد بله. از خودش. فبایعت عمر کما بایعتموه. بله. زمانی میگه که دیگه مردم باش میخواستن بیعت کنن، یعنی بعد از 25 سال حضرت علی میگه من با عمر بیعت کردم مثل شما بیعت کرد. جالب. خب فوفیت له به بیعته. بله. من وفادار بودم به بیعت خود. حتی لما قتل، تا اینکه شهید شد. اتفاقا امتیازی هم از عمر نگرفتم که شما نه که باش بیعت کردم. میفرماید که جعلنی سادس و سته، که مرا ششمی قرار داد. بله. برای من کاندید شدن. بله. مطلب اینجا داشته باشیم استاد خدمت. بله. من برای اینکه با بینندگان مطالب شما که داریم میفرمایید من این رو با هم دیگه میبینیم. البته این کتاب حدیث در کتب متعدد، یکی از اینها الامالی شیخ صدوق هست و مصادر حدیث شیعه، یکی از اینها را به علت محدود وقت فقط اشاره می‌کنیم. حالا که این روایت در کتاب ملا باقر مجلسی هم جالب این که ملا باقر مجلسی بود و اینها هم آورده و این روایت در کتب آیون مملو هست. خب در کتاب الامالی شیخ صدوق به این صورت، باز هم الامالی شیخ صدوق صفحه 507 میگه که فبايعتم ابا بكر وعدلتم عني فبايعت ابو بكر كما بايعتمو. حالا جالب اینجاست به این که می من بیعت کردم، از من روی گردان شد، اما من با ابو بکر بیعت کردم همونطور که شما با ابو بکر بیعت کردین. بله. حالا این در رابطه با در حقیقت کسا خود میخواهد حضرت علی فضل ابو بکر را و عمر و عثمان را میگوید شما که دارید با من بیعت میکنید همون کسانی هستید که با ابوبکر و عمر دارن بیعت میکنن. در یک نامه هم داریم که به معاویه نوشته لقد بایعن القوم الذين بایعوا ابوبکر و عمر، میگه اگر که فضیلت در اینهاست شما میخواهید از من منقصه ای و ایرادی بگیرید، آخه اونهایی که دست بیعت به ابوبکر و عمر و عثمان دادن هم دست بیعت به من دادن. حالا آقایون میخوان اینو بگن که حضرت علی چی به زور بوده و نمیخواسته قبول بکنه، اگر چنین پس چرا افتخار داره میکنه به بیعتش با ابوبکر و اینجا بازم میگه فبایعت عمر کما بایعتم. بله. و من هم بعد با عمر هم بیعت کردم تا نهایتا وقتی که داستان حضرت عثمان میگه بعد. بله. میفرماید که فبایعتمونی کما بایعتم ابوبکر و عمر و عثمان، مثل اینکه با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردید من هم چی
من هم با من هم بیعت کردید. یعنی این خودش داره میگه من نمیخواستم تفرقه به وجود بیاد میان ابوبکر و میان امت اسلامی که من بیام خودم رو کاندیدا کنم یا بیام بگم آقا خلافت قبول ندارم یا بیام بگن آقا بیاد بیعت با من کنید من اینا رو قبول ندارم. من نمیخواستم تفرقه ایجاد بشه بین مسلمین. حالا شما توجه کنید، ولی مثل اینکه آقایون حالا فهمیدن که باعث تفرقه ایجاد بشه، آقایون حالا فهمیدن باعث تفرقه ایجاد بشه، باعث بگن که عمر پهلوی زهرا را شکافت و شهید کرد و عمر بند انداخت به گردن چی علی و یک تفرقه بین مسلمین به وجود بیاورند که کل مسلمین را یک طرف و خود را در گوشه دیگری از دنیا ببینند. بعد اینجا در رابطه با فضیلت ابوبکر و عمر داره در همین حدیث در حدیث دیگه در خطبه در خطبه در خطبه دیگر دارد. لقد رأيت بفهم لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا مثل يشبههم منكم. يا الله میگه اصحاب محمد را من دیدم هیچ کدوم از شما شبیه اهل کوفه یاران من شیعیان علی هیچ کدوم از شما شیعیان علی مثل اصحاب محمد نیستید. یا الله. خاک پای اونها هم نخواهید شد، هیچ کدوم از شما نمیبینم که مثل اونها باشید. صفتشون چه بوده ای امام؟ برای ما بگو اونها چی بودن که ما مثل اونها نیستیم. کانو و لقد کانو یصبحون شعثا غبرا، شب را به بامداد میرسانند که جولیده غبارآلودند در از جهاد، از زحمت، از عبادت. و قد باتوا سجدا و قیاما، شب را صبح میکردند در حال سجده و قیام. کجا شما اهل کوفه؟ یه مش مفخر ادعا میکنید که شیعه من هستید. فرق بین شما و اونها، اونها کجا و شما کجا؟ شما یک افرادین منافق و دروغگو، ادعای محبت منو میکنید ولی از پشت به من خنجر میزنید. بله، جالب اینجاست که من برای اینکه با بینندگان همراه باشیم و استاد خدمتی و بینندگان مطالب شما را ببینن، خب خطبه 97 طبعا در کتاب نهج البلاغه که فکر کنم در چاپ های جدید مردم به هوش باشین، در چاپ های جدید دیگه از این خطبه ها خبری نخواهد بود. خطبه نهج البلاغه، خطبه 97 و خطبه طولانی است. شما جان ما برای اینکه از وقت استفاده کنیم محل شاهد رو به شما ارائه میدیم و شما جهت تحقیق بیشتر به همون کل خطبه را بخوانید. لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم فما ارى احدا یشبههم. بله، میگه من اصحاب محمد را دیدم که هیچ کدوم از شما مثل اونها نیستید. لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا. بله، اینها صبح را در حالی که جولیده و غبارآلود بودند به صبح میرسانند. وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر ذكر معادهم. بله، اینها میگه که از گریه زیاد آثار گریه در گونه ها و چشمان آنها یا در اثر سجده در پیشانی آنها پیله بسته بود و در اثر گریه زیاد در نماز روی گونه آنها اشاره ای شده بود یا خطی انداخته بود در گونه آنها. الله اکبر. كأن بين اعينهم ركب المعزى من طول سجودهم، مانند پای گوسفندان که پینه بسته است در پیشانی آنها پینه میبست از کثرت طولانی سجده آنها. سجده طولانی، سجده ای که اذا ذكر الله حملت، اذا ذكر الله بله، حملت اعينهم حتی تبلل جیوبهم. میگه وقتی خدا را یاد میکردند یا خدا یاد میشد چشمانشون پر از آب میشد، به گونه ای که گردنهایشون یا روی سینهشون پر از آب میشد. یا مادو کما یمید الشجر یوم ریح العاصف خوفا من العقاب. این قدر از ترس خداوند در نماز این لرز میکردند و این طرف و اون طرف میرفتند، مانند حرکت درختی که در روزی طوفان شدید یک طرف میرفت مرتب، یعنی در رکوع در سجود بودن. خدمتی واقعا به ملت ایران ظلم شده است. این خطبه ها چقدر زیبا فضائل صحابه از زبان حضرت علی بیان میشه، فضائل حضرت عمر، فضائل حضرت ابوبکر، و این خطبه ها چون به صلاح نیست، در یک کلمه میگه چون به صلاح نیست بیرون زیاد منتشر نشه، به صلاح ما نیست، مردم زیاد از این خطبه ها اطلاع پیدا نکنن، به صلاح ما نیست. و این تعابیری که متاسفانه مثل این که صلاح دین خدا نیست، صلاح سخنان حضرت علی نیست، صلاح اعتقاد حضرت علی نیست، به صلاح ما نیست،
یعنی انسان نمیدونه صلاح چیست، اون صلاح رو معرفی کنید تا مردم بدونن به صلاح شما نیست، فرمایشات حضرت علی به صلاح آقایون نیست، و این رو به عنوان سنگینی برای خود تلقی و قلمداد میکنم. و چقدر اوصاف بسیار زیبایی که حضرت علی در جا داره ساعت خدمتی، به نظر من در این جمله جمله حضرت علی در مورد صحابه رسول خدا جمله جمله بررسی بشه که به این صورت میاد و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم رو مدح و ستایش میکنه و در جای دیگر متاسفانه کلینی و مجلسی و غیره میارن که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه یا الا اربعه یا الا فلان، که فقط 3-4 نفر بیشتر با مسلمان باقی نموندن. استاد خدمت جناب استاد هاشمی، منظور حضرت علی تمام صحابه هاست و این صحابه ای که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. بعد در اوصاف اینها میفرماید که وقتی که گروهی می آمدند و از این بزرگوار تمجید میکردند، میفرمایید شما منافقید، مثل اصحاب محمد نیستید، نه مهاجرید و نه انصارید. این مهاجر انصار کی بودن جناب استاد؟ مهاجر و انصار کی بودن؟ خود حضرت علی که از مهاجرین بود. بعد میفرماید در یک جمله‌ای که بارها عرض کردیم معروف است، سیوه لکوفی صنفان یا قومان یا اثنان، میفرماید و سیوه لکوفی صنفان، حضرت علی میفرماید محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق، محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق، و مبغض مفرط یذهب به البغض الى غیر الحق. یک انسانی که ادعای دوستی و محبت منو داره در من غلو میکنه و زیاده روی میکنه، و یک انسان بی ادبیه که به من چی میگه؟ فحش میده، مثل خوارج. و امروز کسی ما سراغ نداریم که در جامعه اسلامی به حضرت علی بی احترامی کنه. پس این ادعا که بی احترامی و بی ادبی میکنن امت اسلامی میکردن یا اینطور بودن، نه صحابه بودن بلکه کی بودن؟ خوارج بودن. بله، ذکر میکنید در نهج البلاغه بعد خودش دنبال این چیز میفرماید که و خیر الناس فیه، بهترین مردم درباره من، حال نمط الاوسط، کسانی که وسط هستند، کسانی که نه این قدر. ببینید گو این که حضرت علی داره اهل سنت و جماعت رو معرفی میکنه جناب استاد. جالب واقعا. مردمانی وسط، میانه رو، فالزموه و الزم السواد الاعظم، همراه اونها باشید، همراه کسانی باشید که وسط هستند، نه افراط میکنن درباره من نه تفرید، دقیقا مثل اهل سنت. همراه اونها باشید و همراه سواد اعظم باشید، یعنی همراه 1,500,000,000 باشید، نه گوشه بگیرید برید اون طرف. در وقت حج از مسلمان ها جدا شدید، در وقت عبادت از مسلمان های دنیا جدا هستید، خود را در جای دیگر میبینید و 1,500,000,000 مسلمان در جای دیگر میبینید. میفرماید که فإن ید الله مع الجماعة، دست خدا با جماعت اعظم هست. سواد اعظم کی امروز جناب استاد هاشمی؟ اون روز حضرت علی فرمود فرزم و سواد اعظم. بله. امروز سواد اعظم کیه؟ بیش از 1,500,000,000 مسلمان. ایاکم و الفرقه، شما را هشدار میدهم. میفرماید که امت اسلام جدا نشود. بله، جدا نشود. و اینها شما را هشدار میدهم به این که از امت اسلامی جدا نشوید. اجازه بدید من این آدرس دقیق را در نهج البلاغه است، البته قبل از تحریفی که چند سال بعد صورت میگیره و این احادیث حذف خواهد شد، کلمات هست شده کلام 127 نهج البلاغه، و سیهلک فی صنفان محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق و مبغض مفرط، کسی که در مورد دوستیش با من غلو میکنه، افراط میکنه، و کسی که با من دشمنی داره، که خوارج بودن و به حمد الله خداوند شوکت اونها را از بین برد و دیگه خوارجی تا امروز باقی نمونده به حمد الله. و بهترین مردم کسانی هستند که در مورد من راه وسط را انتخاب میکنند، من را دوست دارن و در مورد من غلو نمی کنند. مثل این که استاد خدمتی، حضرت علی خداوند به او الهام کرده بود، در قلب او مثل این که خطور کرده بود که زمانی میان در مورد حضرت علی غلو میکنن و افراط میکنن، هرچند همون گونه که در زمان حضرت علی هم او را به درجه الهی و خدایی هم رسوندن. در جای دیگه در مذمت اهل شام یا در مذمت کسانی که در داستان حکمین، ایشون در سخنرانی میفرماید که جفاتون طغام عبید اقزام جمعوا من كل ارب وتلقطوا من كل شوب ومن من ينبغي ان يفقه ويؤدب. بعد نهایتا حالا آخرش چیه؟
ويعلم ويدرب ويولى عليه بعد فرات ويؤخذ على يديه، ليسوا من المهاجرين والانصار ولا من الذين تبوأوا الدار. الله، یعنی اینها نه از مهاجرین نه از انصار هستن و نه از کسانی که خانه و کاشانه آماده کردن برای مهاجرین. داره مهاجرین انصار رو میستاید. بله. اینها پس اگر غیر از ابوبکر و عمر و عثمان کیها بودن؟ اون صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم کیها بودن؟ یا مهاجر بودن یا انصار بودن، یا اهل مکه بودن به مدینه آمدن، یا اهل مدینه بودن و برای اهل مکه خانه و کاشانه آماده کرده بودن. این فرمایش حضرت علی است. بله. این نظر حضرت علی در رابطه با کی؟ بله. با صحابه. بعد در رابطه با مهاجرت استاد خدمت یک مطلب پیش میاد و اونم این که ما سر تا سر نهج البلاغه رو میخوانیم، روایت های متعدد فضائل حضرت عمر از زبان حضرت علی بیان میشه، اوصاف حضرت عمر از زبان حضرت علی بیان میشه که من تمنا میکنم در طلب ما بچه جان الان وقت تا 2 دقیقه دیگه باید تماس بگیرند رو وصل کنیم استاد خدمتی و اون بله، چون حقیقتا بحث مشورت حضرت بله چیزی حدود تقریبا 76 صفحه جمع کردم جناب استاد هاشمی که در این رابطه بگم فرمایشات خب، حضرت طلب علی ما باشه و بقیه ائمه طلب ما باشه، چون در سوال من استاد خدمتی اون هم واقعا در حق عمر ظلم شد به ما ایرانیان، چون شخص عمر خیلی بزرگتر از آن است که بخواد کسی به اون اهانت. امروز 15 فروردین جناب استاد هاشمی بله من اشاره میکنم تا اینجا 15/1/91 بله استاد خدمتی مطلب اینجا مطرح میشه، ما سر تا سر نهج البلاغه میخوانیم که به حضرت علی نسبت داده میشه، فضائل حضرت عمر به وفور یافت میشه، اوصاف حضرت عمر از زبان حضرت علی به وفور یافت میشه و از بارزترین اوصاف که در مشورت حضرت عمر با حضرت علی در زمانی که میخواستن در فتوحات اسلامی خودشون شرکت کنن که ما دوست داریم در سر جای خودش فتوحات اسلامی و مدیریت حضرت عمر رو مفصل بهش بپردازیم. سوال اینجاست، به هیچ عنوان هیچ روایتی از حضرت علی وارد نشده، من نمیگم لعن و ناسزا به حضرت عمر، که تنقیصی در حق عمر صورت گرفته باشه. و متاسفانه مشکل اینجاست که ما ادعای پیروی از حضرت علی را داریم، اما پیروی از حضرت علی به تصور خودمون، یعنی زمانی از حضرت علی پیروی میکنیم که عقاید خودمون با اون همخونی داشته باشه. هر جا حضرت علی مدح عمر کرده باشه اونجا دیگه نخیر، ما پیرو حضرت علی نیستیم. دوست داریم در این باره و این که متاسفانه این اجحاف صورت میگیره و بخود در حق ما ایرانیان این فضائل حضرت عمر از زبان حضرت علی نادیده گرفته میشه. جناب استاد هاشمی اینها رو بر مردم پنهان کردن، یعنی این چیزی که عمر را میستاید صحابه را میستاید، تعریف و تمجید و از مناقب صحابه و از مناقب خلفای راشدی، اینها رو پنهان کردن و برعکسش چیزهایی ذکر کردن که از حضرت علی صادر نشده. چطوری شما وفق میدید بین این فرمایش و خطبه 3 شقشقیه؟ و خطبه شقشقیه چطور شما میخواد وفق میدید که اون میاد میگه که جای من در اسلام کجاست؟ مثل دسته آسیاب، در وسط آسیاب هستم و ابی قحافه میدونه که فلان و فلان من بودم، یعنی گویی این که ایشون حق منو غصب کرده. چطوری میخواید جمع کنید بین این فهم روایت هایی که به حضرت علی نسبت داده شده در نهج البلاغه در جای دیگه که در مذمت خلفا داره صحبت میکنه، هیچ کدوم صحیح نیست جناب استاد. تمام روایت های جعلی و ساختگی به چه دلیل؟ به دلیل واقعیت حضرت علی. ببینید قبل از این که ما مسائل علم رجال و سند و درایت و روایت بررسی کنیم، واقعیت امر را بررسی میکنیم. واقعیت امر قبل از اینها، واقعیت امر چی بوده است؟ آیا به اعتراف آقایون 25 سال حضرت علی با اونها نساخت؟ سوال اینجاست، آیا حضرت علی به اونها نزدیک نشد؟ آیا حضرت علی به اونها مشورت نداد؟ آیا حضرت علی پا از این فراتر نگذار با اونها وصلت نکرد؟ دختر نداد به اینها؟ چه کسی؟ هر کس بیاد خواستگار، مگر پیامبر نمیفرماید اذا اتاکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه؟ بله، هر کس که دین و اخلاقش مورد پسند شماست شما بهش دختر بدید. پس دین و اخلاق عمر مورد پسند علی بوده که دختر خودش خواهر امام حسین داده بهش. جالب
طیبین الطیبات هم میدونست. چطور میشه که شما در اونجا هم نهی میکنه در آیه‌ای که میفرماید ولا تنکحوا المشرکات، حتی مشرک نباید بهش دو زن بدید، حق ندارید به مشرک این زن بدید. چگونه میشه اینجا از نظر شما عمر مشرک باشه ولی علی دختر به مشرک بده؟ آخه چطور جمع میشه این واقعیت؟ استاد قیمتی، اصلا بحث ازدواج دختر حضرت فاطمه با حضرت عمر، این مردم واقعا بهت زده شده استاد قیمتی. ایمیل ها و تماس هایی که میاد، اصلا جامعه ایران هنوز باورش نمیشه که مگه میشه حضرت عمر داماد حضرت زهرا باشه. چطور باورش میشه جناب استاد هاشمی؟ اگر بنده و حضرت عالی در یک خانه ای در یک جایی از پدر و مادر شیعه تولد شده بودیم، از کودکی به ما گفته بودند که چنین و چنان هست، چگونه من و شما هم جای بینندگان باور نخواهیم کرد؟ باور نمی‌کردیم. من همیشه خب. میگم هیچ عامه شیعه هیچ گناهی ندارن و هرگز کسانی که میان این جرأت را به خود اجازه به خود میدن و حکم کفر را و عیاذ بالله یا حکم شرک محض را به شیعه صادر میکنن، اینها در خطای عظیمی هستند جناب استاد. عامه شیعه تقصیری ندارند. این آقا که هیچ گناهی ندارد که اگر الان واقعیت را بشنود، حقیقت را بشنود، بهش چنگ میزند، آویزان میشود، قبول میکند، شما بهش نسبت کفر و شرک میدید. این چه گناهی داره این مدبخت؟ در یه خانه بزرگ شده که جز این چیز دیگر نشنیده. بهش گفتن آقا عمر منافق، کافر، دشمن، ظالم، غاصب و تمام چیز نسبت های منفی. جای دیگه هم نخونده، از کجا بیاره؟ از کجا بفهمه اینی؟ کتاب ها را همه خب در محاصره کردن. یک سوال مطرح میشه، واقعا آیا روحانیون و رجال دینی تا این حد از قیامت، بهشت، دوزخ، خدا، فرشته، حساب کتاب ترسی ندارن که تا این حد بایست از مردم این قضایای مهم پنهان بمونه؟ اگر چنین باشد، اون واقعیتی که درش هستند و درش بودند نمی بودند و درش هستند نمی شدند. یعنی این که نه از دین ارتزاق می کردند، نه از این دروغ ها و ترفند ها مقام می گرفتند و پست به دست می آوردند و نه هم بقایی برای آنها بود. حالا شما توجه کنید الان با این مدت کم، شما یه آماری در ایران یا در جای فارسی زبان بگیرید، همینطور که حضرت علی می فرمایید برای ایرانی جماعت بهت زده شدند زمانی که شنیدند حضرت علی دختر خودشون به کلثوم رو داده به عمر. حالا وقتی واقعیت فهمیدن دیگه میدونن چقدر کلا سرشون رفته، چقدر بهشون دروغ گفتن. این یک روایتیه، این یک مسئله، یک حادثه خیلی ساده و پیش با افتاده به نظر میاد. حالا چگونه اعتماد کنن به حرف مرجع؟ ما در رابطه با خمس داریم، در رابطه با متعه داریم، در رابطه با این واقعیت را داریم میگوییم، در رابطه با اون دروغ‌های زیادی که اسمش گذاشتن ناسبی، یعنی کل صحابه ناسبی بودن جناب استاد هاشمی تعبیر اینها. ناسبی یعنی من نصب العداء لأهل البيت، به تعبیر اینها صحابه ناسبی بودند. هاشا که یک صحابه بغضی در دل داشته باشه نسبت به آل بیت. مسئله غدیر و رفتن حضرت علی در یمن عرض کردیم، اون ناراحتی که در دلها بود، بریده و امثالش و همراهانش اینا بودن، رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها رو هشدار داد، از دل ما بیرون آورد. پس ما کسی نداشتیم که بغضی آل بیت در دل داشته باشد و این چیزهایی که نسبت میدن، آقا میاد میگه ابن تیمیه دو کتاب خودش آورده. آقا اختلاف سلیقه تا بغض و کینه و حقد و اینها دو تاست، به فرضی که افرادی هم باشن. شما چرا حکم عموم میدید به مردم، به مسلمین؟ یکی دو تا سه تا ده نفر اگر پیدا بشن، چرا حکم عموم میدید به همه مسلمان ها؟ همه مسلمان ها را دشمن آل بیت مینامید؟ بله، حتی به استاد خدمت، به هیچ عنوان در طول تاریخ، در طول تاریخ از اهل سنت پیامبر کسی نبودن که با اهل بیت رسول خدا دشمنی داشته باشن و متاسفانه دشمنی اونها دارن که روایات جعلی را به اهل بیت نسبت میدن برای ارتزاق، برای حفظ منافع. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وقتی انسان فضائل حضرت حسن و حضرت حسین رو میخونه واقعا دم لذت میبره. چگونه میاد و واقعا یعنی آدم اشک میریزه وقتی کتاب های شیخ الاسلام ابن تیمیه در مورد اهل بیت میخونه. چقدر واقعا دست قلم خوبی داشته برای دفاع از اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله. استاد خدمت، اگر اجازه بدین ما میام برنامه کوتاه داشته باشیم، بعد از این با صدای گرم شما زنی بلنده باز میگردیم، با ما همراه باشین. خداشناس و مجاهد، داعی مخلص، خلیفه عادل، یک کتاز میدان، اسوه تقوا و دیانت.
به گواهی تاریخ متواتر این صحابی بزرگوار در رأس یک سپاه 30,000 نفری و کمتر از پادگان شهری از شهرهای بیشمار ایران برون توانست در یک زمان دو ارتش مجهز و نیرومند شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم را از قلمرو انتشار دین اسلام براندازد و پرچم اسلام را بر ارتفاعات دو قاره آسیا و افریقا به اهتزاز درآورد. و بالاخره او که خون زیبا و رنگینش بر محراب عبادت و ایمان بر زمین ریخت. عمر کنار دو رفیق بی همتایش در روضه خضرا خوابید. سلام بر عمر، سلام بر رشادت ها، دلیری ها و دلاوری هایش، سلام بر قدرت ایمان و غیرتش. از آن دم که تسلیم طه شدی مراد رسول مصفا شدی، دعای محمد تو هستی ثمر، به تکبیر ایمان محلا شدی، به تکبیر ایمان محلا شدی، به شمشیر بران به دستور حق جهان را تو دادی به عزت سبب، به شمشیر بران به دستور حق جهان را تو دادی به عزت سبب، اگر برگ زرین بجوید کسی تو دادی به تاریخ زرین برق، تو دادی به تاریخ زرین برق، فیض محمد توی بحر بر به دستور قرآن تو بستی کمر، فیض محمد توی بحر بر به دستور قرآن تو بستی کمر، که تخم فساد از زمین برکنی کنی کفر و ظلمت تو زیر و زبر، کنی کفر و ظلمت تو زیر و زبر، مزین خلافت به نام عمر، مزین خلافت به نام عمر، دل مؤمنان شد مقام نماد حیا هست و عثمان
زانوی محمد رسول الله خوابد و پردای قیامت از قبر بلند می شود. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمت شما هستیم با برنامه زنده خیانت. در گزارش تاریخ موضوع برنامه سیرت و فضائل امیرالمؤمنین حضرت عمر، پدر خانم رسول خدا و داماد حضرت زهرا رضی الله عن الجميع. فضائل حضرت عمر از زبان ائمه و حضرت علی از نهج البلاغه مطالبی ارائه شد. از مکنون صدای گرم شما اذان خواهیم شنید. اولین بیننده آقا بهزاد از خرم‌آباد، بفرمایید آقا بهزاد. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برایت مفرح ذات. سلام بر اساتید محترم شبکه الهی کلمه، استاد هاشمی و استاد خدمتی. سلام و رحمت الله. آقا بهزاد ممنونم، لطف داریم، بفرمین آقا بهزاد. استاد هاشمی، نزدیک یک هفته است که من تماس بگیرم با استاد خدمتی صحبت کنم، موفق نشدم، انگار 700 سال بود. لطف دارین، شما بزرگوارین آقا بهزاد. سلامت باشید. سه تا سوال داشتم، بعد در رابطه موضوع برنامه‌تون هم نیست، اگه اشکال نداره جواب میدید؟ بفرمایید، بفرمایید انشاءالله. خیلی متشکرم. یه استادی ما تو دانشگاه داشتیم، ایشون میفرمود که خداوند احده، واحد بله. نیست. بعد بله. من ازشون سوال کردم که چرا؟ فرمودن که احد غیر قابل شمارشه ولی واحد قابل شمارشه. به کرات در آیات قرآنی کلمه واحد اومده. حالا خواستم یک رو بدونم. بله بله. سوال دومم اینه، سوال دومم اینه، آیه 75 سوره صاد، بله، آخرین کلمش عالیم، منظور از این عالیم کیا؟ بله. سوال سومم، سوال سوم در آیه 122 سوره توبه، بله، نوشته و شایسته نیست مؤمنان همگی داخل پرانتز برای جهاد کوچ کنند، پس چرا از هر فرقه از آنان دسته کوچ نمی کنند تا دسته بمانند و در دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان بازگشتند دین دهند؟ بله. باشد که آنان از کیفر الهی بترسند. بله. حالا پایینش نوشته از معادل قرار گرفتن تفقه در دین و جهاد در آیه بالا به روشنی میتوان به نقش مهم اجتهاد روشنمند در حفظ و حراست از مرزهای اندیشه دینی و معارف ناب وحیانی واقف گردید. حالا منظور از این اجتهاد روشنمند یا همین تفقه در دین و جا، منظور از این چیه؟ بله، منظور از پیشنهاد میتونم بدم؟ بفرمایید. شاید این پیشنهادم خنده‌دار باشه، ولی شبکه های ایران بعضی موقع اون ترانه محمد صلوات الله از خدا بیامرز فرهاد میذارن، گفتم اشکال داره شبکه شما هم این ترانه رو بذارن؟ چشم، انشاءالله حتما. از ترانه های آقا فرهاد؟ بله، بالا پیامدار محمد. بله انشاءالله، اینا من به هر صورت من باب ادای امانت این رو ابلاغ میکنم، مسئولین شبکه گزارش خواهم داد. ممنونم آقا بهزاد از خرم‌آباد، موفق سربلند باشین، خدا نگهدارتون. بیننده بعدی رو به ما بدین. آقا فرهاد از قزوین، بیننده همیشگی ما، بفرمون آقا فرهاد. سلام عرض می کنم خدمت علمای واقعی مسلمین. سلام و رحمت الله و برکاته. دوستداران حقیقی اهل بیت، به خصوص حضرت علی رضی الله عنه، استاد هاشمی و کارشناس برنامه، استاد خدمتی و تمام کارمندان شبکه مبارک کلمه.
ممنون. علیکم السلام و رحمت الله و فرهاد. بفرمایید جانم، بفرمایید. استاد هاشمی، هر چقدر از فضایل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و حضرت عمر بن خطاب رضی الله و داماد حضرت علی و فاطمه زهرا و هر چقدر از فضایل حضرت عثمان بن عفان همسر دو دختر پیامبر و بادجناق حضرت علی ما بگیم، باز هم کم گفتیم که حتی تمام دشمنان اسلام غیر از علمای تشیع صفوی از فضایل و از شجاعت و از عدالت این خلفا گفتند و توضیح دادند که چه عدالتی اینها داشتند. ولی استاد هاشمی، متاسفانه شما هر چقدر بیشتر پیش می روید بیشتر دروغهای این آخوندها و این آیت الله ها و مراجع تشیع صفوی را برملا می کنید. و به خدا قسم من فرهاد قزوینی که به واسطه شما شدایت شدم، روز به روز شکهای بیشتر به من و تمام شیعیان حقیقی وارد می کنید و زیربنای این مذهب توخالی و باطل را با حقیقت‌هایی که واقعاً تلخم هستند که حتی در نهج البلاغه را برای ما با حضرت علی رضی الله عنه از شیرمردی چون حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه داماد خودش در نهج البلاغه تعریف کند. بله. زیرا یکی از یاران و فداییان پیامبر و حضرت علی بوده و داماد حضرت علی رضی الله عنه و فاطمه زهرا بوده و با هم دوست و مثل برادر بودند. بله. و هرگز با هم کینه و دشمنی نداشتند. و این هم یکی از سوالهای بی پاسخ خواهد بود که آیت الله و حجت الاسلام ها و مراجع تشیع صفوی در گل گیر کنند و نتوانند جوابی بدن. بله. استاد هاشمی، بفرم. من به عنوان یک شیعه هدایت شده و یکی از همشهری های آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستم که وقتی حرفای شما را شنیدم و تحقیق کردم، فهمیدم که تمام این علمای تشیع صفوی دروغ و دین را وارونه به ما شیعیان تحلیل میدن. متاسفانه. و من اینجا جا دارد که به عنوان یک شیعه هدایت شده سوالهایی از آیت الله قزوینی همشهری عزیز خودم بکنم. بله. یک، قرآن رایج در بین مسلمانان توسط حضرت عثمان همسر دو دختر پیامبر و با جناق حضرت علی جمع‌آوری گردید. چرا با وجودی که تمامی روایات سند قرآن به طور انحصاری اهل سنت پیامبر هستند، علمای صفوی با کدام توجیه این قرآن را پذیرفتند؟ واقعا دو، علمای اهل تسنن اهل سنت پیامبر ده ها کتاب در زمینه ضعفا، افراد و روایات ضعیف مجهول تدوین نمودند. چرا علما و فکر صفوی از چنین کتاب‌های خبری نیست؟ متاسفانه. علت عدم تدوین را در چه می‌بینند؟ چرا فکر صفوی نمی‌تواند اصول مذهب خود را بدون استناد به کتب و روایات برادران اهل تسنن ثابت کند؟ جالب. این سوال‌های بی‌جوابی استاد هاشمی. متاسفانه وجود ندارد. و چرا علمای اهل تسنن اهل سنت پیامبر ده ها کتاب در زمینه احادیث جعلی و ساختگی تدوین نمودند و چرا علمای صفوی و فکر صفوی از چنین کتاب های خبری نیست؟ بله. علت عدم تدوین را در چه میبینند؟ بله. و در آخر هزار تا سوال بی جواب دیگه که شما مطرح کردید. ولی این خیلی جالبه استاد هاشمی. بله. چرا در کتب معتبر فکر صفوی هیچ حدیث صحیح مبنی بر فضایل حتی حضرت علی علیه السلام وجود ندارد؟ این در حالی است که کتب برادران اهل سنت پیامبر روایت‌های متعددی با سند صحیح از پیامبر اسلام مبنی بر فضایل این شخصیت بزرگوار نقل کردند.
علت عدم توجیه این فکر به توجه این فکر به حضرت علی در چه میبینن استاد هاشمی؟ بله بله دقیقا در کتب برادران شیعه متاسفانه حتی یک حدیث صحیح با سند صحیح در مورد فضایل حضرت علی وجود نداره که ارائه بدن از زبان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با سند صحیح حضرت علی رو ستوده باشه. این در حالی است که در کتب اهل سنت منبر روایات متعددی وجود داره. خب بیننده بعدی رو بدیم. متشکرم آقا فرهاد. و این سوال های بی پاسخ متاسفانه و در سوی دیگر بایستی گفت خوشبختانه سبب هدایت میلیون ها جوان شده. بیننده بعدی عبدالله از کردستان. بفرمایید عبدالله. آقا عبدالله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على من بعثه ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وحسن وشد رام خدمتك شما أصوات هاشمية عزيز و عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد عبدالفتاح خدمتی. امیدوارم که خداوند متعال همگی ما را موفق کند و بتوانیم که انشاءالله در راه دین و در راه اسلام انشاءالله خوب خدمت کنیم. آمین آمین. آقای اجازه بدهید من یه نکته خیلی مختصر از زندگانی امیرالمؤمنین عمر بن خطاب را بفرمایید. با اجازه خودتون بفرمایید. حضرت عمر رضی الله عنه برای مملکت آن زمان امیرانی را انتخاب می کرد و می فرمود باید مردمی راستگو باشد با خودش، با خانوادهش و بعد با امت پیامبر صلی الله علیه و سلم مردی عادل باشد. هر چی دین خداست بایستی آن را بگوید. بعد از آن تعهدنامه آن شخصی را که امیر و والی انتخاب کرده بود می گرفت و باید مورد رضایت انصار و مجاهدین باشد. باید آن شخص یعنی انصار مجاهدین از آن شخص راضی باشند. آنها بایستی بگن مردی است که توان دارد و میتواند کار انجام دهد. آنها میتوانند به آن شخص اجازه بدهند که در توان امیری خودش کار انجام دهد و بعد حضرت عمر رضی الله عنه آن شخصی که به امیری مردم انتخاب میکرد معذرتاً بهش گفت بایستی سوار بر الاغ باشه برای آن که تکبر به وی روی نیاورد. همین بود که مدیر موافق او، مدیر کاردست و مجاهد او به اسم معاویه پسر ابو سفیان رضی الله عنه وقتی که از سفر شام می آمد با اسب و زین آمد بعد از افغانپشتی با مردم درام وقت که باید سال را می جاند شلاقی که همیشه همراه عمر بن خطاب بود او را زد و او را پایان آورد و فرمود کسی که جای اینجوری خوب داشته باشد با نازفیز برود نمیتونه اداره مملکت فقیه را به در بگیره و احساس گرسنگی آن مملکت را نمیتوان درک کند. نمایش خود را به بزرگتر از مردم بخوانید. و یک نکته دیگر که به مدیران خود میگفت این بود که همیشه در خانه اش باز باشد و در برپش ایستاده باشد تا اینکه مردم اگه سوالاتی دارند نه اینکه دست بایستند یک سال دو سال بعد هم هیچی گیرشون نیاد و به هیچی برگردند. یک پسر غنم امیر و کاکوب او به خاطر این کار از سمت کاریش یاداش کرد و از مقام مدیریت حذفش کرد. از این قرار بود چون وقت خود در مصر گویا تمام برای خودش درست کرده بود تا خود را در آنجا بشوید و عمر رضی الله عنه فرمود کسی که با اون حالت به خودش برسه مردم را از یاد میبره حضرش کرد و بل او را به مدینه آورد برای تنبیه و مدینه هفته ماه او را فرستاد که گوستان بیت المال را بتراند. عمر رضی الله عنه فرمود وقتی نمیتوانی اداره امت محمد صلی الله علیه وسلم را انجام بدهی یا اداره گوستان بیت المال را به جا بیاور. و این رفتار عمر بن خطاب بود. عمر بن خطاب یکی بود از شخصیت های مهم اسلام که امروزه دارن بهش توهی میکنن، بهش بدترین الفاظ میدن متاسفانه. آقا عبدالله خب بیننده بعدی رو بدین. بیننده بعدی بفرمایید. بیننده بعدی بفرمایید. بیننده الو محمد از قم بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. آقا محمد بفرمایید. شب شما بخیر. ممنونم استاد عزیزم آقای هاشمی. خوبتون بخیر. ممنون خدمتی. سلام عرض می‌کنم. علیکم السلام و رحمت الله. شب خوبی داشته باشید. ممنون همچنین شما شب و روز خوبی داشته باشین. بفرمایید آقا محمد. زنده باشید. آقا میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدلله رب العالمین و الصلاة على خیر خلق محمد و آله اجمعین. قال الله الحکیم فی کتاب کریم، آقا خداوند از سوره بقره آیه 74 می‌فرمایند که بعضی دلها سخت‌تر از سنگ است، چرا که از بعضی سنگ‌ها جوی‌ها بیرون می‌زند و بعضی از بیم خدا فرو می‌ریزد و پاره ای از آنها می شکافد. متاسفانه بعضی از ما بنده ها از اون سنگ ها هم دلمون سخت تره. حالا در وصف حضرت عمر، آقای هاشمی، من عقیده اینه که ما اگه می خواهیم حضرت عمر رو بشناسیم یا الباقی صحابه رو، بهترین نوعی که من میتونم تعریف کنم در دو به شعره که اینا همه می دونن. بله. میگه بدو گفتم که مشکی یا عبیری، بگفتا من گلی ناچیز بودم. بله. ولی چون مدتی با گل نشستم کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خارم که هستم. آقا تمام این صحابه ما هر چی ما ازشون بگیم در وصف حضرت محمد سلام الله علیه، ایشون بود که به همه این وقرفتنی خوبی ها رو داشت و به اینا سرایت کرد. حضرت علی ما 5 سالش بود که تو خونه حضرت محمد رفتن و در اونجا جای گرفتن، یعنی پرورششون زیر دست حضرت محمد بود. بله. و حدود ده سالشون بود که حضرت محمد به مبعث شدن. بله. حالا شما نگاه کنید تو اون سن کیا بودن کنار حضرت محمد که حضرت علی از اونا کار یاد گرفت، یعنی آموزگار بودن. بله. کارآموز بودن و علی رو برای ما ساختن، این علی که امروز ما با این درجه میشناسیم. بله. تمام اینا همینه. حالا حضرت علی هم، حالا این ایام حالا ما یه نظری هم بندازیم که برادرای شیعه ما فکر نکنن واقعا ما دوستدار واقعی اهل بیت به خداوندی خدا ماییم، یعنی شیعه های واقعی ماییم. بله. آقا متاسفانه شما نکنن همین حضرت زهرا الان ایام فاطمی هست و اینجا عزاداری میکنن. من میخوام ببینم کجا حضرت علی راضیه که امروز ما به خاطر ناموسش زنش تو سینه بزنیم، تو سر خودمون بزنیم. این یه راست بحثمون برم. وقتی خود حضرت علی میگه بار الها بیامرز برایم گناهانی را که بدرد پرده عصمت مرا، این شخصیت حضرت علیه. ما علی رو به درجه خودش میشناسیم، ما هر ائمه رو به جایگاه خودش میشناسیم و احترام واقعی براش میذاریم. بله آقا محمد، متشکرم، مطالب بسیار زیبا بود و خطا این گونه است. انسان هر کسی باشه در جا و مکان و ارزش خودش بایستی قرار بگیره، نه در حق و اجحافی صورت بگیره و نه بالاتر از جایی که هست او رو قرار داد. بیننده بعدی رو به ما بدین. علی از خراسان بفرمایید. علی از خراسان بفرمایید. سلام. سلام. علیکم سلام و رحمت الله علیه. بفرمایید. قربان شما، از برنامه خوبتون تشکر میکنم. ممنون، واقعا فوق‌العاده بود، دستتون درد نکنه. ممنون لطفاً. یه هم به خاطر تشکر میکنم و یک گلایه کوچولو هم داشتم ازتون. بفرمایید. گلایه بزرگ. به خاطر اینکه صدر شما باشم، به خاطر اینکه چهره علمای امروزی تشیع رو به ما نشون دادید. اینا اسمشون شیعه است ولی متاسفانه از اسم تشیع دارن سوء استفاده میکنن. هر جا که حسب منافع خودشون بوده حرکت کردن که این اون چیزی نیستش که حضرت علی میخواستن. بنده خودم اتباع تشیع نمیکنم، نمیگم که شیعه حضرت علی هستم، ولی این رو ادعا میکنم که از دوستدارانشون. در رابطه با موضوع برنامه‌تون که در صحبت میفرمودید، بله، یک چیزی پشت سرتون نوشین خیانت در گزارش تاریخ. بله. من میخواستم یه سوال از خدمتتون بپرسم. بفرمایید. که کدوم یکی از پیامبران ما، عدد 24,000 تا پیامبری که ما میدونیم هستن، کدوم یکیشون کلاس رفتن؟ کدوم یکیشون تو حوزه علمیه درس خوندن؟ چه حالا اهل تسنن، چه اهل تشیع؟ کدومشون بله. چند روز نماز خوندن یا روزه گرفتن یا حج رفتن؟ این سوالیه که ما باید خودمون از درون خودمون بپرسیم. نتیجه میگیریم دین چیز فطریه، نه اینکه بیایم بگیم که تاریخ چی گفته. من حرف شما رو کاملا قبول دارم، ولی از نظر
سند و مدرک به هیچ کدوم از اینا، چه آقایون اهل تشیع به آن صحبت بکنن چه آقایون اهل تسنن، به هیچ کدوم از اینا استناد کافی و ما نمیتونیم بکنیم. همونجوری که الان تو اخبار و اطلاعات هستش، میگن یه قرآن جدیدی هم آمده در یمن گویا، من همچین چیزی شنیدم که اصلا آیاتش متفاوته. حالا اون چیزی که من درون خودم دارم بحث میکنم باهاش کلنجار میرم، دنبال اون دین بگردم، دنبال اون چیزی بگردم که اون روز علت، که اون چیزی که تو قرآن خودمون آمده، گفته که از ما پرسیدن که خدا پروردگار ماست و ما هم گفتیم بله، همون دینی رو میخوام پیروی بکنم که حضرت آدم پیروی کرده، همون دینی رو میرم که حضرت موسی پیروی کرده، همون دینی رو میرم که حضرت ابراهیم پیروی کرده و همون دینی رو میرم که حضرت محمد صلوات الله علیه پیروی کردن، که اونم چیزی نیست درون خودشون پرورش دادن، چون نه نمازی، نه روزه‌ای، نه زکاتی، نه خمسی، هیچ کدوم از اینا رو تا حالا انجام ندادن. بعد یک مسئله دیگه میخواستم بگم علی آقا، برای اینکه یک قضیه واضح روشن بشه، من عذر میخوام فرمایشات رو ختم میکنم، برای اینکه من این رو بتونم تقدیم استاد خدمت کنم و ایشون پاسخ واضح در این باره داشته تقدیم میتون کنه، و اونم این که شما فرمودین که هیچ کدوم از پیامبران روزه نگرفتن، نماز نمیخوندن. قبل از اینکه به عذر میخوام که کلامتون رو قطع کردم، قبل از اینکه مثلا پیامبر اسلام به نبوت برسه، آیا چیزی به اسم روزه خدا بهش گفته بود که تو ای محمد بیا برای من روزه بگیر تا من به تو نبوت بدم؟ پس سوال اینجاست که شما الان میخواییم بفرمایین آیا رسالت پیامبران برای روزه و نماز هست یا چیزی مهمتر از اینها هست؟ درسته سوالتون اینه؟ درسته فرمایید. ببخشید که باز عرایزتون رو قطع، فرمایشتون رو قطع کردم. من برای اینکه سوالتون رو واضح متوجه شده باشه، بله، اون چیزی که من استنباط میکنم از تمامی تواریخ، اون چیزی که ما برداشت میکنیم، ما میخوایم به کمال برسیم. کمال رسیدن انسان درسته که یک راه و یک جاده میخواد به اسم شریعت، ولی مهمترین عامل خود انسانی که آدم خودشو از درون درست بکنه تا به همون مقام نبوت، بله. حالا نه در اون سطح و مراتب، خب. هر کسی با توجه به استعداد درونی که خودش داره به اون کمال برسه. اینه بحث من. و اگه نه آقایون اهل تسنن چی میگن یا آقایون اهل تشیع چی میگن، ما به هیچ بخوایم اگر حقیقت رو راست بخوایم برخورد بکنیم، به هیچ کدوم از اینها نمیتونیم استناد بکنیم که آقا این حتما درسته، چون زد و نقیض زیاده. در هر دوره از زمان هم شما اگر، یعنی ما اگر بخوایم نگاه بکنیم، هر کسی با توجه به مصالح خودش آمده یک چیزی رو انتخاب کرده. اهل دوستان صفویه آمدن به زور مردم رو شیعه کردن، یا اون زمان عرضم به حضورتون که تشکیل، مثلا من نمیدونم اون چیز تحقیق نکردم، ولی اون چیزی که برداشت میشه بر اهل تسنن 6 نفر بودن که میتونستن که اجرا، یعنی مرجع تقلید اون زمان بودن، که خود خلیفه اون زمان تصمیم میگرفت که آقا مثلا 500 نفر بودن، بعد دید شلوغ همه دارن قاطی پاتی میشه، 6 نفر انتخاب یه تبعی. من علی آقا، بله، من برای علی آقا، برای اینکه مطلبتون، من برای اینکه از وقتتون و از میخوام، دوست دارم اون حرف دلتون رو من داشته باشم و بتونم تقدیم استاد خدمتی کنم. و اونم که شما در یک کلام، من عذر میخوام، شما در یک کلام، من یک سوال دارم، تحقیقتون حول مطالب، حول متون اسلامی در چه حدی بوده و به چه جاهایی رسیدین و چه شناختی از دین اسلام دارین که به این نتیجه رسیده اید؟ ببینید، من از تعارف که من از دین اسلام هیچی نمیدونم، هیچی نمیدونم، چون اگر چیزی میدونستم اینجا نمیدونم. بله. ولی یک سوالی دارم، ما برای دین اسلام آمدیم اتحاد بین مسلمان‌ها رو درست بکنیم، نمیخوایم که تفرقه بزنیم. گلایه‌ای که از شما داشتم یکی در رابطه با این مسئله بود که شما میگفتیم ما در تهران یا در تهران مسجد سنی نداریم، آخر مگه فرقی میکنه بین مسلمان اهل تسنن یا اهل شیعه؟ برای خود من یکی سواله ها، مگه فرقی میکنه؟ ما مسلمونیم و همون قبله داریم نماز میخونیم. علی آقا، آیا همون مسجد در تهران اجازه میدن 5 وقت از آن گفته بشه یا فقط 3 وقت باید از آن گفته بشه؟ بله، این اشکال هست.
ما این اشکال داریم، این اشکال هم نمیدونم. خب اهل سنت میخوان 5 وقت نماز بخونن، اهل سنت میخوان 5 وقت. آیا این 5 وقت خب از آن گفته بشه، این زمینه باشه برای اینکه اهل سنت بگن خب الحمدلله 5 وقت داره از آن گفته میشه در تهران؟ بله بله خیلی هم خوبه 5 وقت. حالا اهل سنت 5 وقت نماز میخونن، ولی اهل عرفان همیشه در حال نمازن به اون تعبیر عرفانی. ببینید شما با الفاظ تعابیر معنوی نکنید اینکه بگین این الفاظ منظور نماز. بله طبعا نماز دعا هست و دعا انسان همیشه دعا میتونه بخونه، اما نمازی که مثل عبادت عملی است که بر انسان فرضه، خب 5 وقت اگر این شروع کنن اشکال نداره، بگن آقایون اهل سنت میتونن این از آنها، ما براشون 5 وقت میگیم و از آن عصر و عشایی که اهل سنت میخوان نماز بخونن دیگه اشهد ان لا اله الا الله درش نمیگیم برای اینکه اهل سنت بیان نماز بخونن. این اقدام رو انجام بدن، زمینه برای حفظ وحدت بشه. علی آقا خب بیننده بعدی رو به ما بدین. بیننده بعدی سهراب از افغانستان، بفرمایید. آقا سهراب. سارا خانم عذر میخوام، سارا خانم از افغانستان من عذر میخوام. سارا خانم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله جناب سراشینی و شیخ عبدالفتح خدمتی. السلام و رحمت الله. سارا خانم بفرمایید. من میخواستم از برنامه خیلی خیلی قشنگتون تشکر کنم. برنامه شما واقعا خیلی قشنگه، واقعا شما نوری هستید بر خانه های تاریخی ما. خیلی برنامه تو اینجا طرفدار داره، خیلی بیننده تون تو افغانستان زیاد هستن. واقعا برنامه تون خیلی خیلی قشنگه. امیدوارم که همیشه موفق باشید و خداوند شما رو سربلند داشته باشه. برامون برنامه شما واقعا زیباست. من الان خیلی استرس گرفتم، واقعا چند روز میخوام با شما تماس بگیرم ولی نمیتونم. لطفا خیلی برنامه شما قشنگه، من اصلا نمیتونم با چه زبانی از شما تشکر کنم. لطف دارم. و واقعا شبکه نور کلمه وصال همه، واقعا شما نوری هستید در خانه های ما که دل های ما روشن شده. و از همینجا به برادر عزیزم آقا فرهاد از غزنی، خانم خادمی، خانم جعفری همه عزیز سلام دارم و بهش تبریک میگم این تولد داره رو. امیدوارم که همیشه ثابت قدم باشن و از شما هم التماس دعا دارم از شیخ عبدالفتح خدمتی. امیدوارم که همیشه موفق باشید. واقعا من خیلی خیلی برنامه‌تون رو دوست دارم. من درسته که اهل سنتم ولی واقعا من هدایت شدم. من مثلا اول دختری بودم که هم از شبکه های زشت رو نگاه می کردم، ولی الحمدلله از وقتی که شبکه نور آمده تا الان من واقعا 99% فقط شبکه های شما رو نگاه می کنم. ولی الان هم واقعا احساس خیلی عجیب به من دست داده. خیلی خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت می کنم. امیدوارم که همیشه موفق باشید و با اجازه شما از همینجا به جناب شیخ عبدالرحیم ملازاده هم عرض سلام دارم. من خودم چون که خودم بلوچ هستم و ایشونم گاهی وقتا بلوچی صحبت میکنه، اینجا واقعا برنامهشون خیلی طرف دادم این برنامه شما. خیلی برنامه شما قشنگ و زیباست. امیدوارم که همیشه موفق و معید باشید. ممنون. ممنون. لطف فرمودین و از دیگه هر دی ندارم. خیلی از شما ممنون. برام من دارتونی ممنونم. مشکلی سرطار. دارم خداوند شما سرطار قدم داشته سرف را سربلند باشین. سلام بر شما و مردم شجاع و فداکار افغانستان. بیننده بعدی رو به ما بدین. بفرم. فرهاد از قزوین. آ فرهاد بفرمایید. با عرض سلام متقبل خدمت استادان حقیقی اسلام، استاد هاشمی و استاد خدمتی. علیکم السلام و رحمت الله. استاد هاشمی واقعاً این صدقه به قدری گفتن آقا فرهاد زیاد حرف میزنه، فقط این صدقه به نظر من شامل حال من میشه. من این که به واسطه کانال شما هدایت شدم و به قول معروف هزاران سوالاتی دارم که باید تمام دوستان و تمام شیعیان حقیقی که به دنبال حقیقت هستن به واسطه من این سوالها رو بپرسیم، تا بقیه مردمی که واقعا در جهل و در خرافات هستن مثل من به حقیقت و به اون هدایت برسن. آقا فرهاد بگذار بله. آقا فرهاد بگذار من یک حقیقت رو بگویم، بذار بینندگان رو بشنون و مسئولین شبکه‌ام رو بدانند. مطالب شما و مشارکت های شما به حمد الله جرقه و تلنگری بوده در ذهن من. به جرئت میتونم بگم بر اساس ایمیل هایی که به من رسیده، حداقل 40 نفر از بینندگانی که هدایت شده و من ایمیل دادن جرقه شون اون فرمایشات شما و مطالب شما بوده و حقی که شما برگردن ما دارین و این شما عضو این شبکه هستین. خودم هستم و به عنوان یک رزمنده، به عنوان یک
جانباز واقعا. بله. من استاد هاشمی، من به عنوان یک رزمنده، به عنوان یک جانباز که حق به قول معروف خاک و گل به این مملکت دارم، من خاک تمام اون موحدین و اون هدایت شدگان و تمام مردم ایران رو من میبوسم. و امروز استاد هاشمی، من واقعا، من فراد قزوینی و دو تا سه تا از دوستان نزدیک خودم بر روی 20 تا اسکناس اسم کانال کلمه و فرکانس کانال کلمه را نوشتیم و به مغازه‌دارها دادیم با این کانال همه بدانند چه کانالی است. و من از تمام یکتاپرستان و موحدین که حتی نمیتوانند به خاطر مشکلات و اقتصاد ضعیف زنگ بزنند، آنها هم مثل من بر روی تمام اسکناس هایشان اسم کانال کلمه و فرکانس کلمه را بنویسند و در بین تمام مردم پخش کنند که اسم و فرکانس کانال کلمه پخش شود و مردم همه بدونن همچین کانال زیبایی، همچین کانال به قول معروف روحانی و مبارکی است و تمام مردم از این کانال فیض ببرن. استاد هاشمی، من این رو دوباره زنگ زدم فقط به خاطر این بود که به تمام یکتاپرستان موحدینی که واقعا دوستان برنامه های شما هستن، این کاری که من و سه تا از رفیقام انجام دادیم، تمام موحدین این کار رو انجام بدن تا به قول معروف این کانال تمام مردم بهش دسترسی پیدا کنن و بدونن فرکانس و اسم کانال کلمه چیه و از این کانال فیض ببرن و مثل من حقیر که خدا بر من منت گذاشت هدایت بشن. استاد هاشمی، سبحان الله، به این طرح طلایی که شما اشاره فرمودین ممنونم آقا فرهاد. و انشاءالله این شبکه در بین همه مردم شناخته میشه و اینکه شما بر 20 اسکناس ممنون، لطف فرمودین آقا فرهاد، بر 20 اسکناس فرکانس شبکه جهانی کلمه را نوشتین. انشاءالله که به هر صورت ما بتونیم برای ترویج یک فرهنگ نبوی و قرآنی سهیم باشیم. لطف فرمودین آقا فرهاد، بیننده بعدی رو به ما بدین. زینب خانم از قزوین، بفرمایید. زینب از خزوین، بفرمایید. زینب علیکم السلام و رحمت الله. حالتون خوبه؟ خسته نباشید. ممنونم، الحمدلله. ممنونم، شما هم خسته نباشین. ممنون، لطف فرمودید. بفرمایید. حضور آقای خدمتی از سلام عرض می‌کنم. سلام و رحمت الله. که فایده باشه. ممنون، همچنین شما. و همچنین آقا فرهاد گل و محمد آقا شرزقون تماس میگیرن، ما رو مستفید میکنن، دارشون بخیر، امیدوارم که همیشه پایدار باشه. من همین خواستم فرمایشات دو فرهاد داشته باشه، چون من همین کاری که آقا فرهاد کردم، من همین کاری کردم. خب پس امیدوارم که دنباله رو شما و فرهاد باشم. بله، یه قدم مثبتی لااقل برای این شبکه برداشته باشم. آقای هاشمی، دیروز آقا محمد که تماس گرفته از تهران، میخواستم بهتون بگم که آقا محمد، از میخوام شما که تماس گرفتید فرمودید که چرا دروغ میگید، عاملی که شما میگیرید. بله زینب خانم، زینب خانم، ماشاءالله به این تیزهوشی و روشنفکری و ذکاوت قزوینی ها و این فکر زیبایی که به ذهن هیچ از خود بر نمی کرد و نمی رسید، به این صورت نقش داشته باشین در ترویج و نشر و معرفی کردن این شبکه های توحیدی. عذر می خوام از زینب خانم، تماس قطع شد. اگر زینب خانم تماس گرفتن، بدون نوبتشون رو وصل کنید. بیننده بعدی رو به ما بدین. ما تا تقریبا 10 دقیقه دیگه تماس رو می گیریم استاد خدمتی، 10 دقیقه دیگه، 20 دقیقه استاد خدمتی کافی است بکنم. حالا بر حسب اون سوال هایی که خب بس ما به ما 5 دقیقه فقط وقت کافی است. و امید از ایران، بفرمایید. آقا امید از ایران، یک یا دو بیننده دیگه بیشتر وصل نفرمایید تا فرمان. امید از ایران، بفرمایید. امید، سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله. آقا امید، عرض ادب و احترام دارم خدمت مجری محبوب و تماما به شبکه جهانی کلمه استاد سید هاشمی. ممنون، لطف و همچنین کارشناس ارزنده و دوست داشتنی جناب آقای خدمتی. ممنون آقا امید، لطف فرمودید. بفرمایید. بنده چند تا سوال داشتم در مورد 25 سال خونه نشینی حضرت علی. بله. خواستم این سوالات از دوستان تشاری بپرسم، شاید این سوالات باعث یک تلنگر و باعث یک جرقه بشه تو ذهنشون که یه خورده بیشتر مطالعه کنن و بیشتر بفرمایید حق و باطل رو اصلا تشخیص بدن.
بفرمایید. خواهشم. سوال اینجاست که با وجود این مواردی که ذکر میشه که 25 سال خونشین بودن اینا و تحت خفقان و فشار خلفا به سر می‌بردن حضرت علی، سوال اول اینه که دادن مشورت‌های گوناگون در امور مختلف قضایی همچون قضاوت پیرامون رجم یک زن و غیره، به طوری که حضرت عمر بارها اعلام کرده بود که چنانچه حضرت علی نمی بود عمر هلاک می‌شد. بله. دومین سوال در مورد این که فرستادن حضرت حسنین، امام حسن و حسین رضی الله به جنگ‌ها، در جنگ‌های با ایران مثلا حضور خود امام حسن در فتح اصفهان در کتب روایی هست. بله. عرض کنم به شما که بله. سوال سوم این که بله بفرمایید امید. سوال سوم نظارت بر جمع‌آوری قرآن که خود حضرت علی کاملا نظارت داشتن. جالب. بله. در زمینه‌های جنگی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی و در یک کلام اگه بخوایم خلاصه کنیم به عنوان وزیر و مشاور برای خلفا. بله. همین سوال که خود آقایان تشیع رو اذیت میکنه، اونها رو ناراحت میکنه، در آوردن ازدواج ام کلثوم به همسری عمر بن خطاب که خداوند از ازدواج این دو بزرگوار دو تا فرزند هم میده در کتاب هست به نام بله سید و رقیه اگر اشتباه نکنم. بله. سوال ششم تعیین مبدا تاریخ مسلمین یعنی همان هجرت نبی اکرم. بله. هشتمین سوال روش اتخاذ سوال هفتمتون ببخشید سوال هفتم واضح نبود آقا امید. جانشینی حضرت عمر در مدینه حداقل دو بار. بله. بله. سوال هشتم روش اتخاذ پیرامون زینت های خانه کعبه و موارد دیگر. ما بالاخره نفهمیدیم این چجوری خونه نشینی بود. در آخر میخواستم بگم ای کاش آقای منتظری که مشاور از آقای خمینی هم بود پس از عزل شدنش به همین طریق خونه نشین میشد که متاسفانه ما میبینیم که چقدر خلفا عدل داشتن و اینجوری خونه نشینی میکردن مخالفین خودشون. جالب. متشکرم آقا امید از این مطالب بسیار زیبا. انشاءالله استاد خدمتی در این باره باز هم مشارکت ها و توضیح های ارائه خواهند فرمود. خب لطف کنید اگر آخرین تماس باشه در خب آخرین تماس علی آقا از ایران به عنوان آخرین تماس در این برنامه بفرمایید. علی آقا بفرمایید. علی آقا الو الو بفرمایید. الو بفرمایید علی آقا. جانم بفرمایید. خواستم تبریک بگم از برنامه امروزتون. ممنون. لطف فرمودی علی آقا. از برنامه امروزتون. امروز درباره برزخ، درباره آخرت صحبت می‌کردی. بازپخش دیشب بود. بله ممنونم. خیلی جالب بود برنامه‌تون. یعنی واقعا درس عبرت بود برای ما. الحمدلله. الحمدلله. ممنونم علی آقا. بفرمایید. خواستم تبریک بگم براتون. ممنون. لطف فرمودید علی آقا. ممنونم. خدا یار نگهدارتون. انشاءالله که خدا قبول کنه و توانسته باشیم جهت فرهنگ سازی در جامعه سهیم باشیم و روز قیامت با این پرونده‌ای داشته باشیم، کارت طلایی داشته باشیم، نزد خداوند بتونیم ارائه بدیم. دیگه لطفا تماس رو وصل نکنید تا فرمان ما بتونیم در این وقت 25 دقیقه باقی مانده استاد خدمتی مطالب رو توضیح بدن. استاد خدمتی آقا بهزاد از خرم‌آباد، فبین این که خداوند احد هست و واحد نیست و گفته شده احد غیر قابل شمارش هست و واحد قابل شمارش هست و این تعابیر در ادبیات عرب و در جای دیگر خدا میفرماید اله واحد، انما هو اله واحد، این تعابیر و هو الواحد القهار. در این باره اگر هست این مسئله، این واژه ها خداوند خودش به کار برده و ما اون چیزی که خداوند خود نسبت داده به اون واژه ها و اون صفت ها قائلین با آن چیزی که خود اثبات کرده بر خود. و همین فرق از بین کسانی که صفات خدا را، یعنی معطلین صفات، کسانی که صفات خدا را که خود برای خود اثبات فرمیده اثبات نمی کنند، در حقیقت اشکال در توحید اونهاست. هر چیزی که خدا نسبت به خود ثابت کرده و فرموده است ما هم آن را می گوییم. در آیات متعددی ما داریم هو الواحد القهار. بله. الواحد اسم واحد، اسم خداست. و احد هم همچون که در سوره اخلاص اومده و در جای دیگه در قل هو الله احد، باز هم یکی از
اسامی خداست، عبدالواحد و عبدالاحد هر دو بندگان خدا هستند. جالب. پس واحد یکی از نامهای خداست. نامهای خداست و هو الواحد القهار. اون استادی که چنین چیزی گفته دلیلش چی بوده است من نمیدونم، ایشون دلیلش نفرمودند که به چه دلیلی گفتن خداوند احد است و واحد نیست. متاسفانه و این شاید بعضی ها در جهل به قرآن و جهل به اگر بنا این باشد که اگر واحد گفتیم حتما باید بگیم که دوم، از ثانی باید بگیم. بله. اما احد اگر گفته ایم دیگه دومی ندارد، این باز هم اشتباه، برای این که خداوند خود این واژه را به کار برده است نه کسی دیگر. حالا ما این نمیدونیم بگیم که این روایت هست، روایت آیه صراحتا داره میگه. بله. من دوستمون آقا آیه سوال بعدیشون آیه 75 سوره صاد هست، من این رو نرم افزار میخوام، قرآن اینجا هست استاد قیمتی اگر ببخشید. هو الواحد القهار. در آیه 75 من این رو ببینم، ببینندگان هم نشون بدیم و آیه 75 سوال ایشون بود که ما این رو ارائه بدیم. این آیه 75 بفرمایید. آخرین کلمه سوره صاد آیه 75 میفرماید لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جند محضرون. حالا اینجا میخواد مثل اینکه محضرون براش گفت، فرمودن که آخرین این آیه کلمه این سوره یاسین هست. ببخشید سوره یاسین من آوردم اشتباه. آیه 72 بله، سوره صاد آیه 75 بله. بله این میفرماید که آخرین آیه این است که قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين. بله. سرکشان. بله. آها عالین علوف. بله از عالین. سرکشی. آیا تکبر ورزیدی یا از جمله سرکشان بودی؟ خود را برتر از دیگران دانستن. بله بله, بله. برتر و بهتر از دیگران دانستن، غرور و که خود جواب میده ابلیس قال انا خیر منه خلقتنی، علت خیریت چیه؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین. منو با آتش آفریدی و ایشون را و آدم را با چی؟ با گل آفریدی. استاد خدمت یک چیزی بسیار پنهان در این مطلب و اونم احترام خداوند به عقل. بله. بلا فاصله اینجا ابلیس مانع سجده نمی کنه. بله. خداوند میخواد علت عدم سجده را ازش بگیره. ما منعکن تسجده. ببینید بنده میخوام همین مسئله در رابطه با اون جایی که ایشون ادعا میکنن که درباره حضرت معاویه که میگویند که ایشون دستور دادن به سعد بن ابی وقاص یکی از صحابه دیگه بله که حضرت علی را سب کنند، در حالی که متن اون معاویه چنین نیست. بله. چه چیز ما همین عینی همین عبارت، چه چیز باعث شد که شما بد علی روی منبر نگویید؟ آیا با این عبارت امر است به بدگویی به سب بلند؟ بله. پس بنابراین این دلیل آقایونه، تنها دلیلی که میگن که معاویه دستور داد که سب علی کند این در حقیقت و چی؟ استاد خدمتی در واژه های عربی، حالا این مطلب که من تعابیر در زمان ها و مکان ها متفاوت است. بله. اما استاد خدمتی در این قضیه خیلی چیز بارز که خداوند وحلی اول نمیاد ابلیس را سرکوب کنه. بله. ازش میپرسی علتش چی؟ علتش چیه؟ چرا سجده نکردی؟ هر دو عالم جن و انس خداوند به اونها عقل و شعور داده، لذا مؤاخذه میشوند به خاطر شعور و درکی. بله. و ابلیس آزادانه اون اظهار نظر خودش علیه اللعنه را ارائه میده. بله. میگه که انا خیر من. بله بهتر از اون هست. علت خیریت هم میگه خلقتنی من نار، گویی که آتش بهتر از چیه؟ بهتر از گل هست. بعد از اینکه الله سبحانه وتعالی این قضیه رو از زبان خودش صراحتا این قضیه میشنوه که مسئله سرکشی است، اینجا میاد که مطرح میشه. در مسئله تصب فرمودین که متاسفانه این قضیه که رایج است در آقایون همیشه ارائه میدن که ما منعکن تصب به عباد ترابن که نقل میدن به معاویه، واژه ها در زمان ها و در ادبیات عرب متفاوت با واژه هایی که در فارسی هست. مثلا یکی از کارشناسان و ادبیات زبان عرب میگفت که تسبه یعنی تو چرا اون اشتباهاتی که هست، اون اخطایی که هست رو بیان نمی کنی، این رو سب می دونستن. مثلا به عنوان مثال این شخص فرزن این کاری که کرده این حقیقت که کرده این رو انجام نمیده، در اون زمان رو سب می دونستن. تعابیر خیلی زیبا در اقوام مختلف به کار میره. حالا به فرض که هدف از این جمله همون سب و شتم باشد، باز از این عبارت فعل امر سب و شتم نیست. ما منعکه چه چیز با
تو را مانع شد، تو را باز داشت از این که بد علی بگویی؟ بله، علت رو میپرس. خب ممکن اصلا میخواد این سنبول وزنش بسنجه ایشونو، وزنش کنه که آیا بد علی میگه یا نمیگه، چه دفاع کنه یا دفاع نمیکنه، میخواد چه بگه. بله. خب توضیح بده. بله، سال بعدی ایشون در سوره توبه آیه 122 فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. این در بحث بله بفرمایید. این ایشون ترجمه کردن در ترجمه مسئله جهاد بود، ولی در اینجا در طلب علم و معرفت هست، خدا داره صحبت میکنه. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، علت میگه. بله، ليتفقهوا في الدين. بله، پس هدف اینه که یاد گرفتن علم و دانش هست، فقیه شدن هست. میفرمان گاما کان المؤمن لینفروا کافه، همه که نمیشه برن فقیه بشن و عالم بشن و این چایسه نیست. حالا فلولا نفر من کل فرقه، هر بله. گروهی هر یک شخصی از یک گروهی بلند بشه از هر طائفه ای، لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، تو اینکه عالم بشه، درس دین را یاد بگیره، درس اخلاق را یاد بگیره و بعد از برگشت به قوم و طایفه و ملت خود، مردم را اینچنین در حقیقت به دین آشنایی کنه و مردم را به راه حق راهنمایی کنه. هدف یاد گرفتن علم دینی است و متفقه شدن در علوم دینی. سوال ایشون این مطلب دوست داشتن واضح بشه و اونم اجتهاد و در دین هست، لیتفقه فی الدین، بحث فقه و اجتهاد بود. آیا البته من نمیدونم، انشاءالله که سوالیشون رو واضح فهمیده باشم، که فرمودند این بحث اجتهاد هست، این آیه دلیل بر اجتهاد، آیا چنین چیزی ازش برداشت میشه اجتهاد و تفقه؟ نه، ببینید، وظیفه هر گروهی از مسلمانان است که در میان آنها افرادی باشند که آنان را به امور دینی که وظیفه هر کس هست، اول آیه داره نفی میکنه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، بله، همه برن آقا من میخوام برم، من طلبه بشم، من درس دینی یاد بگیرم، من برم عالم بشم، حالا نه حتی در درس دینی، در بله. درس دنیوی هم امکان نداره هر کس، پس شایسته است که از هر گروهی یه نفر برنده شه. بله. از یک روستا یک نفر، از یک منطقه یا منطقه یک محله یک نفر بلند بشه. بله. و این را به دیگران هم باز بیاموزد و این را فعل امر میدانن علما، دستور است از طرف خداوند. جالب. این دستور است، باید این کار عملی بشه، بعد لیتفقه و لینذروا، این کار را حتما انجام بدهند. بله. و زمانی که انسان در راه خدا طلب علم میکند، گویی این که در جهاد است. الله اکبر. بله. خب آقا فرهاد از قزوین، مطالب بسیار زیبایی مبنی بر فضایل حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت زهرا و حضرت عثمان میگه. خب این قضایا در مورد حضرت عمر واقعا ظلم شده، بهشون ارائه نشده. مطلب بسیار زیبایی که اشاره شد، ما در درس جرح و تعدیل یا دفاع از اهل بیت این رو ارائه دادیم. استاد خدمتی، ادعا میشه که مکتب اهل بیت، آقایون ادعا میکنن که ما مکتب اهل بیت، قبول داریم. استاد هیدری فرمودن که ما قبول داریم مکتب اهل بیت، این ادعا رو به عنوان ادعا قبول داریم، اما وارد عمل میشیم. اولین متن و اولین مبانی اسلامی همون قرآن، کتاب خداست. این قرآن رو به ما نشون بدین، سندی این قرآن، طبعا کتاب قرآن کتاب خداست و اهل سنت پیامبر این خدمت رو به جهان اسلام ارائه دادن، اما یک سند رو به ما ارائه بدین که این مکتب اومده این قرآن رو به ما رسونده. این یک مطلب بود. مطلب دوم، اگر در این باره اشاره بفرمایید ارائه بدید. جناب استاد هاشمی، مگر اهل بیت غیر از مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن؟ غیر از مکتب صحابه داشتن؟ داره. حالا این دروغ هایی که میبندن به اهل بیت، اینطور معرفی کردن گویی اینکه اهل بیت جدا از صحابه هستن، یعنی اونها یک فقهی، یک دینی، یک ایده‌ای داشتن و صحابه و یاران رسول الله یک ایده و یک عقیده. در حقیقت این تشتت و این جدایی هدفش جدایی بین امت اسلامی است. اهل بیت کی بودند؟ مگر همون صحابه نبودند؟ بله. مگر یاران رسول الله نبودند؟ مگر راه و روش صحابه غیر از راه و روش اهل بیت بود؟ مگر راه و روش اهل بیت غیر از راه و روش صحابه بود؟ درسته که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله در کل صحابه اندک بودند، ولی اهل بیت هم مدغم بودند. در چی؟ در صحابه ادغام بودند، داخل بودند. مگر راه و روش اهل بیت جز سنت رسول الله چیز دیگر بود؟ پس بنابراین ثابت کنند که غیر از قرآن چیز دیگر بوده است. جالب اینجاست استاد قیمتی، این قرآن توسط کسانی جمع شده که اونها رو دشمن می‌دارن، اونها رو کافر می‌دارن. حالا همین اینجا جواب ندارن. آخه شما، این قرآن به نام مصحف عثمان هست، مصحف ام هست، امام هم اهل بیت هم همینا داشتن.
بعد از شهادت حضرت علی هم اینو داشتن، خود حضرت علی هم اینو داشت. زمان حضرت عثمان جمع شد، بعد از حضرت علی آمد، بعد از حضرت علی هم حسن و حسین و آل بیت آمدن و همه آل بیت هم جز این قرآن چیزی خب اگر حضرت عثمان کافر بود ولیاذ بالله و فلان و فلان و فلان بود، خب اعمالی که انجام داده همون رو قبول نکنید، جوابی برای این ندارند. یا فقط بگن که این قرآن مورد قبول ما نیست، کامل نیست، کما این که کتابای تألیف کردن در تألیف الخطاب فی اثبات تألیف کتاب رب العالمین نور تبرسی، بله بله، یا این که جرأت نمی‌کنن در عالم اسلامی که خیلی دیگه اوت میشن، ترد میشن از عالم اسلامی، ترد میشن. خب استاد، یا این که اعتراف کردن خب این کی جمع کرده، مثل این که کسی بگه این درخت کاملا بدیه اما میوه خیلی شیرینی داره. چطور میشه که جامعه قرآن عثمان باشد، عثمان ابن عفان باشد؟ عثمان ابن عفان جامعه کل قرآن، ایشون جامعه قرآن باشند و ما ایشون را غاصب و منافق و مرتد بدانیم. شما چه قرآنی به دست میگیرید که از یک غاصب و مرتد و منافقی جمع آوری شده است؟ چه اعتمادی به این قرآن دارید؟ سوال اینجاست. حالا جواب بدن، جواب ندارن برای این مسئله، جواب برای این مسئله ندارن. برای اینکه اگر بگن بله، خودشون زیر سوال میرن که چرا تا به حال بعد حضرت عثمان میگفتن. اگر بگوین نه، خود را از امت اسلامی جدا کردن، اینها یک قرآن دیگه دارن، کما اینکه در روایت هاشون در اصول در کتاب کافی خودش اومده که قرآن یک نازل شده 17000 آیه بوده. بله، پس بنابراین در اینجا جوابی قانع کننده برای حتی شیعان خود هم نداره. هیچ راهی نداره این قرآن را بپذیرن با وجود که حضرت عثمان اتهام برش وارد میشه. انسان من اصلا خدمتی، یعنی اصلا با هم جمع نمیشه. نامی کسی، نامه رسونی برای من نامه میاره و این نامه رسون انسان دوز دروغو فلان 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 هست، اما بگم نه، چیزی که آورده چیز خیلی خوبی، نامه درستی و من اعتماد دارم که شما دست برد در این نامه دست نبردید و در این نامه زیاد و کم نکردید و شما انسان قابل اعتماد، ما اعتماد به شما داریم، شما انسان امینی هستید. این دقت آقا فرهاد که با کدوم توجیه که در این برنامه هم ارائه میشه در برنامه فضل بیت، با کدام توجیه این قرآن رو میپذیرن اگر حضرت عثمان اینجا آوری؟ ببینید این مسئله برای خود آقایون الان برای همینه که مردم را از قرآن جدا کردن، برای همینه که شما نباید قرآن بخوانید بفهمید. قرآن رو کتاب مقدس در تاخچه ها بگذارید، وقتی میخواد برید مسافرت ببوسید، بعد برید بچه‌تون میخواد بره بفرشه سربازی، زیر قرآن ردش کنید و بعد میخواهید عروسی کنید، داماد و عروس رو بیارید با قرآن بالای سرش بذارید و میخواهید برنامه اجرا کنید بسم الله بگید و قرآن بخونید صبحگاه شامگاه در پادگان ها در محل از چیز عرض شود که سرباز خونه ها اونجا باشد و تمام شد. این قرآن دیگه قرآنی که شما بخونید و بفهمید و بعد بگید که مثل اون آقا که زنگ زدن از خط برادران شیعه هم بودن به آج آقا، گفتن من قاری قرآنم از اول تا آخرش خوندم، حالا ایشون خونده من. آیات در رابطه با توحید و معاد و عرشبت نبوت و اینها به کرات هست، در رابطه با نماز و زکات و روزه و حج و اینها به کرات من دارم میبینم، ولی آیهی در رابطه با امامت و عدالت نمیبینم. آج آقا مجبور شد چی بگه؟ خابیده. بگه آقا اینها در رسال امامت در لابلای رسالت خابیده، خب چرا باید بخوابه؟ عدالت در لابلای توحید خابیده، خب چرا چیز دیگه نخابیده، فقط همین خابیده، خیلی عجیبه. خب چرا اون عدالت و امامتی که شما با به منکرینش نسبت کفر و ارتداد و وجوب که باید این از بین برود و نمازش باطل است و عبادتش به درد نمیخوره را یک آیه صریح براش نمیارید؟ خیلی عجیبه. چطور شده این مسئله به این مهمی در لابلای یک موضوع دیگه خوابیده باشه؟ چرا باید خوابیده باشه؟ باید الان بیدار بشه ساتمنته. خب بحث آقا فرهاد سوالهای بی پاسخ فرمودن. در فکر اهل سنت پیغمبر کتابهایی هست به نام کتابهای ضعفا که لیست گرفته شده. من اینو در جرح و تعدیل استاد خدمتی استاد حیدری در برنامه دفاع از اهل بیت اسم برام یادم رفته بود ارائه فرمودن، بحث موضوع کتاب ضعفا که لیست گرفته شده از کتاب ضعفا. من الان این رو اتاق خانم تصویر لپتاپ رو ما بدید. کتاب های متعددی علمای اهل سنت کتاب ضعفا من سرچ کردم، یکی به نام کتاب از ضعفای صغیر که مطرح شد و این کتاب ضعفای صغیر بخاری هست، محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری جعفی نوشته شده. کتاب ضعفای بعدی میریم، ضعفای اصفهانی هست که کتاب از ضعفا الاصفهانی هست و این کتاب باز هم از علمای اهل سنت اصفهان، کتاب مجروحین بله. هست کتاب های مختلف. حالا من نمونه از این کتاب ضعفا، کتاب ضعفای بخاری باز هم هست، کتاب ضعفا و متروکین باز هم از کتاب ضعفا و متروکین نسائی هست و کتاب ضعفای دیگر الکامل فی ضعفای ابن عدی هست
الکامل فی الضعفا ابن عدی هست. کتاب ضعفای بعدی باز هم امام ذهبی کتاب از ضعفا نوشته. همین طور که میریم در این کتاب ضعفا اهل سنت بله. در رابطه خدمت زیادی به علم کردن. بله. مثلا به عنوان مثال بله. یک محمد نامی رو در کتاب از ضعفا که حالا به عنوان علما میگن به عنوان بلک لیست بودن، یعنی افرادی که اعتبار ندارن در حدیث وجود داشته باشن، مثلا این رو سرچ میکنیم، اشخاصی که ضعیف هستن در این کتاب ها مثلا میبینیم گفته که ابراهیم ابن محمد ابن الحارث التیمی لم یثبت حدیثه روا عنه موسی و ضعف لذلک. نفر هفتم اینه، نفر هشتم اینه، و لیست گرفته شده از افرادی که اهل سنت خدمت بله. کردن به بله. به حدیث. بله، سوال اینجاست که این کتاب ها که لیست بلک لیست هست از افرادی که لیاقت ندارن در سند یک حدیثی قرار بگیرن، اگر این افراد در سند یک حدیث قرار بگیرن اون حدیث مورد اعتبار نیست. ده ها کتاب نشون دادیم، اما سوال اینجاست چرا علمای صفوی تا حالا حتی یک کتاب، حتی یک کتابچه هم جنبندی نکردن که افراد ملعون، افراد ضعیف، افراد دروغگو، افراد کم حافظه رو در اون جمع آوری بکنن، تا به امروز یک کتاب ارائه ندادن؟ جواب در یک کلام جناب استاد هاشمی. بله چرا؟ جواب در یک کلام خلاصه میشه. اگر بنا باشد که بله آقایون بیایند و برای این کتاب تألیف کنند و برای این چیزی بگویند و برای مثل اهل سنت که کتاب ها برای ضعفا تألیف کردند، در یک کلام کل کتاب هاشون جواب آوری میشه. کل کتاب ها و روایت های از نهج البلاغه گرفته، از کافی گرفته، از بهار گرفته، از استبصار گرفته، از تهذیب گرفته، از عرشبت که مالا یحضر گرفته، از اصول کتاب های اونها تمام کنار میره. اگر بنا بشه اینها برای روایت خود کتاب هایی تألیف کنن به عنوان الضعفا، یا مثل آخرین شخص محدثی که شیخ ناصرالدین الالبانی میگن سلسله الاحادیث الضعیفه یا الموضوعات، بله اگر اینها تألیف کنند در یک کلام کل کتاب های اینا کنار بیاد دیگه رجالی باقی نمونه، رجال اصلا کتابی برای اونها باقی نمونه. یعنی مثلا شیمی یکی از افتخارات اهل سنت که بدان مفتخرن اینه که ما احادیثمون سند داره، مدرک داره، قباله داره، سند داره. ببینید عبدالله بن مبارک یک مقوله خیلی جالبی داره، میگه باید اسناد باشد، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. چه جالب، اگر اسناد نباشد هر کی هر چی دلش بخواد میگه ما اینو بله. گفتن اشاره به سر بله. خب بعد از 400 سال اومدن اقوال حضرت علی را بدون سند جمع آوری کردن. شما چی میگید؟ شما میگید ضعفا همش میره کنار، یک کسی چیزی باقی نمیمونه. خب در سوال بعدی آقا فرهاد بر این بود که در کتب صفوی که ادعا میشه این همه محبت حضرت علی است، یک حدیث از زبان حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم یا حتی از زبان حضرت علی مبنی بر فضایل حضرت علی که سند صحیحی داشته باشه متاسفانه وجود جالب ندار. اینجاست که اونهایی که اهل سنت را زیر ذره‌بین میبرند تمام فضائلی که برای آل بیت هست از کتب اهل سنت هست، حتی در رابطه با حضرت فاطمه جانه. ایشون روایت بیاورن در منقبه حضرت فاطمه، مجبور میشن میان توسل بجوین به کتب اهل سنت. بله استاد، ما در این بار در برنامه دفاع از اهل بیت که شنبه ها با استاد حیدری هست به طور مفصل بررسی شد. باور میفرمایید گفتیم یک سند صحیح، یک حدیث صحیح از رسول خدا ارائه بدین. ما بدونیم که پیامبر خدا در کتاب شما یک سند صحیح داره، تا به امروز در این قضیه یک حدیث استاد خدمتی به خدا یک حدیث را نداد. آمدن کتابی چند تا حدیث عذر میخوام از کتاب بصائر الدرجات ارائه دادن، بعد خود کتاب بصائر الدرجات از بیخ از اصل سند نداشت، سندش اشکال داشت. ایشون برای روایت و برای احادیث هیچ حدیثی براش سند ندارن جناب استاد، معترفن به چیز. اهل سنت برای احادیث و روایت خود سند گذاشته، علم درایت، علم روایت، اولین کسی که این را گذاشت آقای رام هرمزی بود، ابو محمد عبدالرحمن رام هرمزی جالب. برای این فرمول گذاشت. اهل سنت این کاری خدمت ها کردن به علم حدیث، علم روایت و علم درایت. رجال را زیر رو میکنه جناب استاد، غربار میکنه رجال. این کیه؟ پدرش کیه؟ علمش کیه؟ تاریخ تولدش کیه هست؟ وفاتش کیه هست؟ علم و دانشش، زندگیش، بیوگرافی کاملش را ارائه میده. اگر یک ذره نقاط منفی داره کل احادیث میزنن کنار. این متهم شده به فراموشی، تمام شد.
چون که این متهم متهم بوده ها، متهم بوده به فراموشی، حدیثش کنار گذاشته میشه از ترس اینکه نکنه این حدیثی که الان روایت کرده یا متهم میشه به یک چیزی. ما داریم خیلی ساده در علم حدیث آقایون محدثین میدونن به نام خوارم المروءه. جناب استاد خوارم المروءه یعنی این که شایسته نیست برای یک شخص محدثی یک حرکتی سبک انجام بده، حرکت زننده. حالا ظاهرا حرکت سبک مثل چی؟ مثل لقمه به دهان یا لقمه نان به دست و در خیابون در بلوار راه بره، این رو یک حرکت سبک مینامیدن در نزد علمای حدیث. کسی که در این سلسله رجال باشد و همچون صفتی داشته باشد متهم بوده که آقا یه حرکت سبکی انجام میده، حدیث میذاره کنار. خب متشکرم استاد. چقدر دقت، واقعا دقت و واقعا مو رو از ماست میکشیدن. عبدالله از کردستان مطلب فضائل عمر اشاره فرمودن، بحث اداری عمر و این قضايا اشاره فرمودن. محمد از قم سوری بخره آیه 74 اشاره فرمودن و فضائل صحابه و این که صحابه گرداگرد رسول خدا جمع شدن و تأثیر نبوت در اونها تأثیر گذاشت. علی از خراسان جا دارین در این باره مطلب، البته من سعی کردم متوجه فرمایشات ایشون بشم و این که میگه پیامبران برای عبادت عملی نبوده و عبادت برای این بوده که انسان به یک مقامی برسه، همون مقام نبوت بر صورت، و ایشون مطالبی رو جسته گریخته در این باره ارائه فرمودن بحث دین و مذهب. قبل از این بنده جواب سوال اون اولی که فرمودند که یاران رسول الله صلی الله علیه و آله حول و حوش حضرت گرد آمدم، روایتی از حضرت علی من اینجا یادداشت کردم که بگم که وقت نبودم. حضرت میفرماید در رابطه با یاران حضرت علی در جنگ چنین بودند، ایشون رو توصیف میکنه که بله. یاران حضرت رسول در جنگ چنین بودند. حالا وصف یاران میکنه کی؟ حضرت علی. بله. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا احمر البأس و احجم و احجم الناس قدم اهل بیتی. از کجا نقل میکنم؟ این رو من براتون آدرس میدم، از نهج نقل میکنم، از خب. شرح نهج البلاغه جلد 14 صفحه 47. خب متنش مجددا بخونید. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا احمر البعث، وقتی که جنگ شدت میافت و احجم الناس قدم اهل بیته. حالا برای چی؟ میگه وقتی که جنگ شدید میشد خاندان خودش رو جلو میکرد. یا الله، میگفتن یا علی یا عباس یا جعفر یا همه آل بیت جمع بشن بیان جلو. برای چی؟ فوقا بهم اصحابه حر السیوف والاسنه، که دفاع از اصحابش کنه. نگویند محمد خویشاوندان خود را عقب گذاشت و خانواده خود را فدای صحابه و یاران خود میکند. این رسول الله این تکی من بخواستم از حضرت خب من علی اتاق فرمان تصویر لپتاپ رو که رسول الله صلی الله علیه و آله چقدر اصحاب خود را دوست داشت. در نهج البلاغه همونطور که فرمودین استاد خدمتی، در نهج البلاغه خطبه کلام نامه نوح، در نامه نهم به این صورت، در نامه طولانی است، از جایی که استاد خدمتی اشاره فرمودن کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا احمر البأس، بله، زمانی که جنگ در می گرفت و احجم الناس قدم اهل بیت، اهل بیت خودش را جلو می کرد. بله بله سبحان الله. اینجا واقعا این برای چی جمالش می فرماید که فوقا بهم اصحابه حر السیوف والاسن، احسنت، که از اصحاب حفاظت کند، اصحاب را نگهداری کند که از اون شدت شمشیرزنی و از شدت اون جنگ جلو بگیرد. یعنی خانواده خود را فدای صحابه خود می کرد، خانواده خود را جلو قرار می داد که دفاع از چی کند؟ از یاران خود کند. این از حضرت بله. علی در وصف خمس صحابه. خمس از مردم نمی گرفت برای اهل بیتش. همینه. ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله چه صفتی داشت در رابطه با چی؟ بله، با یارانش. بله متشکرم اتاق فرمان. خب ما دوستان اتاق فرمان اشاره میکنم وقت محدوده. خب بحث علی از خراسان مبنی بر این که پیامبران آمدن برای این که عبادات عملی نخیر عبادات اعتقادی به مردم ارائه بدن، در این باره مطالب ارائه دادن که البته من آخر حرفشون متوجه میشم. بحث در تهران مسئله طریقت و مسئله ممکنه عرفان را میخوان بگویند که نهایتاً فرمودن که همش نماز در نماز نیست، همش در نماز نیست و بدون نماز هم نیست، همه چیز در نماز نیست و بدون نماز هم نیست. نماز بله. یکی از
ارکان دینه، یکی از عبادت هاست. راستگویی و درستکاری، صداقت، کمک به بینوایان، اذکار، و انسان خود را بدین وسائل، وسائل شتا و مختلفی است جناب استاد شمی، یعنی گوناگون است. شما میخواهید خود را به خدا نزدیک کنید، خود را به خدا برسانید، حالا ابتغوا الیه الوسیله یعنی همینها، یعنی ذکر و نماز و انفاق و راستی و درستی و کمک به بینوا و در فکر دیگران بودن و کارهای مثبت انجام دادن. حالا روش و عمل مثبت و حرف مثبت چند توست؟ هزارها راه مثبت هست برای اینکه انسان انسان باشه، برای اینکه انسان به اون درجه فرمودن درجه کمال نسبی، کمال کلی مال الله است سبحانه و تعالی. کمال کلی هیچ کس نمیتونه داشته باشه، کمال نسبی که انسان میخواد بهش برسه، راه رسیدن به کمال نسبی هزار و یک راه است. در مورد مسجد در تهران به هر صورت این ناراحتی و گرایی داشتن که شما نگید، شما فرمودید میخوام... شما فرمودید ببین این اختلاف نیست، این دعوت به وحدت. اگر آقون بگن آقا اهل سنت بیاد برای این مسجد ما درست کنیم برای شیعیان، بیاد اینجا پیش نماز بشه و اذان بگه و سنی ها بیان پشت سر نماز بخونن، خب مگه سنی ها دیگه ناراحتن که بیان چیز این بگن که ما مسجد میخوام؟ یه مسجد در اختیارشون بذارید، آقا مسجد این 5 وقت اذان میگه، مسجد مشترک، ما 3 وقت میگیم شما 5 وقت میگید، بیاد نمازتون بخونی، کسی حرفی نزنه. اذان عصر و عشا بدون بدعت هایی در اذان وجود نداره. بله البته خب ان شاء الله که ایران هم بتونه همردیف دیگر کشورهای جهان بشه و پایتخت و مسجد داشته باشن. مطلب بسیار زیبایی که آقا فرهاد شروع کردن و زینب خانم هم این سنتی که قزوینی ها الحمدلله این قضیه رو شروع کردن و میگه که ما شروع کردیم به فرکانس شبکه کلمه بر اوراق، بر اسکناس ها شروع کردن به یادداشت این فرکانس ها. جناب آقای هاشمی، زمانی که انسان به عمل و اخلاص دیگران می نگرد، خود را ذره ای می یابد در مقابل این سبحان. همه کوه های اخلاص. بنده و حضرت عالی در اینجا نشستیم در رابطه با این مسائل صحبت میکنیم، بعضا هم به خود میبالیم، در حالی که افرادی هستند سربازان مخفی خدا که کارهای مخلصانه انجام میدهند که اعمال بنده 1% اعمال آنها هم نیست. بله بنده نوعی من از خودم میگویم، ببینید این یک مسئله است که درش اخلاص نهفته، چه قدرتی پشت اینه، این جز اخلاص چی میتونه باشه؟ آقا ما فرکانس را میبریم به جایی که میرسونیم که هرگز کسی گمان نمیکنه. یک نوت مثلا 2000 یا 5000 تومانی، حالا یا 1000 تومانی مثلا روش بنویسن که فرکانس 11642 H هوریزونتال قطبر تام، مردم کافی. حالا اسمش هم نمیذارم شبکه چی، حالا اگه بنویسن شبکه کلمه ممکنه فرکانس مثلا فلان کافی. ببینید چقدر این اخلاص در این برادران هست. بله. که در ماها هرگز نیست. بله. البته لازم به ذکر بحث شبکه ماهواره شد، ما ببینندگان عزیز یادآور بشیم که انشاءالله از روزهای آتی پخش شبکه بر ماهواره های دیگر انشاءالله یوتلسات و بر ماهواره های دیگر انشاءالله شروع به کار خواهد کرد. مبالغی به حساب کسری بودجه هست، دوست داریم اگر دوستانی و عزیزانی این توانایی مالی خدا به اونها داده حتما در این زمینه آسین همت را بالا بزنه و ما مشارکت بشن. تعبیر زیبای استاد خدمت شما به کار بردیم، اون هم سربازان گمنام خدا. ما سربازان گمنام امام زمان داریم و سربازان گمنام خدا، و طبعا سربازان خدا طبعا اولاتر، قدرتشون بیشتر و موفق‌تر خواهند. اینها در حقیقت اخلاص است، اخلاص در عمل هست و کسی هم نمیدونه. حالا ایشون فرمودن برای اینکه مردم یاد بگیرن، اینو فرمودن ممکنه ده ها صد ها کارهای دیگه که مخفی بین خود و خداست این کار انجام میدن، به دوستان میگوین، و بعضا ما شنیدیم که حالت اتیکت دارن، یه جایی میچسبونن شبکه رو، اسم شبکه مینویسن و در خانه ها توزیع میکنن و میگوین، زنگ میزنن در دانشگاه ها، در دبیرستان ها، دانش آموزان به هم دیگر خبر میدن که همچون شبکه ای است که مردم آگاه بشن. بالاخره ماهواره امروز در همه خونه هست، ضمن این که خیلی دقت شد که ماهواره جمع بشه، ولی هرگز قدرت این نبود که از خانه مردم این بشقاب بالاخره جدا بشه. اگرم پاریز انداختن، مردم بودن با یک الامبی ساده بغل عرشبت که الامبی همون بشقاب حتبت قرار دادن، شد تلستار که الان شما میفرمایید که فرکانسی در اونجا خواهید داشت و انشاءالله که اینو مفصلا توضیح خواهیم داد و لازم بذکر که این بینندگان این رو انشاءالله در آینده اعلام خواهیم کرد. اما فکر خیلی خوبی که واقعا منو شوکه کرد، این یادداشت بر اسکناس ها و ترویج این فکر فرکانس شبکه، که انشاءالله ما بتونیم ترویج این فکر صحیح باشیم. امید از ایران 25 سال خانه نشینی حضرت علی، چی خانه نشینی بود که حضرت عمر به این سوال های متعددی داشتند؟ حالا آقایون اینو کلیپ کنن جواب بدن. بله خب ما وقت برای این کلیپ کنن 8 سوال داشتنشون، 8 سوال
حالا برای آقایون بود بودی؟ بله. برای آقایون بود کلیپ کنن به خصوص سوال اولش و هشتمش. بله. اینا جواب بدن برای بله. ما هم منتظر جواب. چقدر تعریف و تمجید حضرت عمر و اینکه حضرت حسن و حضرت حسین در زمان فتوحات اسلامی در زمان حضرت عمر که ما ان شاء الله دوست داریم مفصلا حکایات فتوحات اسلامی رو مفصلا به ما ابتدای مرتبه دوست داریم فعلا حول فضائل حضرت عمر و مفصلا بریم سراغ فتوحات اسلامی و اداره خلافت حضرت عمر و ویژگی بارز حضرت عمر در زمان خلافت ایشون رو به ما ارائه بدین ان شاء الله. و جالب اینجاست که حضرت حسن و حضرت حسین در زمان جنگ های حضرت عمر از فرماندهان و در جنگ ها شرکت و حضور داشتن. تعبیر زیبایی استفاده ببخشید عذر میخوام دوستان، کسی نمیدونه این قضیه. در جنگ قسطنطنیه که قسطنطنیه فتح شد، فرمانده اون جنگ یزید ابن معاویه بود. یزید جنایتکار معروف است. یکی از سربازان این جنگ حضرت حسین بود و در این جنگ شرکت داشت. بله، در این جنگ قسطنطنیه که همان استانبول حالی باشد. بله. و در جنگی که به فرماندهی حضرت عمر بود، یک جنگی که به فرماندهی حضرت عثمان بود در فتح مازندران، جناب استاد هاشمی، حضرت حسن شرکت داشتند و در یکی از جنگ‌ها حضرت حسین شرکت داشتند که این را میرساند محبت و انسجام آل بیت با خلفای وقت. بله. فرزند خود را میفرستاد به فرماندهی عمر. اگر ایشون خلافت عمر را قبول نداشتن، چرا فرزندش را بفرسته در اونجا در بله. به فرماندهی حضرت عثمان؟ بله. اگر ایشون خلافت حضرت عثمان قبول نداشتن، چرا حضرت حسن را بفرستاد مثلا یا حضرت حسین در بله. فتحی که به دستور حضرت عثمان بله. داره و فرمودن در فتح نشر اسلام در اصفهان در زمان حضرت عمر حضرت حسین شرکت داشتن و به حمد الله ما میبینیم که آثار قدم های مبارک حضرت حسین در اصفهان هنوز داره زنده میشه و پیروان حضرت حسین به حمد الله زیادن و موحدینی که از فکر حسین تبعیت میکنن ما میبینیم که روز به روز کل ایران میشه. اگر شهرهای بزرگ ایران اصفهان، تهران، تبریز، شیراز همه برگردن به اجداد 500 ساله خود، میبینن که همه اهل سنت بودن. بله. خب نظارت به جمعاری قرآن حضرت علی داشتن، به عنوان وزیر و مشاور برای خلفا بودن. ازدواج حضرت عمر با دختر حضرت علی، تعیین مبدأ هجرت توسط حضرت علی و به توسط حضرت عمر و پیشنهاد و و نظارت حضرت علی، جانشینی حضرت عمر حضرت علی در دوبار بله. و این مطالب را ارائه فرمودن. متشکرم از شما استاد خدمتی. اگر مطالبی هست در خاطر من توصیه می کنم که اون چیزی که ماها آدرس میدیم بینندگان مراجعه کنند، از بینندگان هم زنگ میزنن باز هم آدرس بدن و مراجعه کنند و بنویسند اون چیزی که در شبکه عنوان میشه از ما نپذیرن تا اینکه به یقین و قانع نشوند که اون چیزی که گفته ایم صحیح هست و اگر نادرست هست لطفاً به ما ارجاع دهند و به ما برگردون حرف خود، ما با آغوش باز میپذیریم اون اشتباه و اون آدرس غلطی که دادیم. بله، ممنون استاد عبدالفتاح خدمتی، مطالب بسیار زیبا اشاره فرمودین. از شما جان برنده که شاهد این برنامه بودیم و با ما همراه بودین کمال تشکر را دارم. کتابی که در فروردین ماه معرفی اون رو آغاز کردیم و تا پایان فروردین ماه این رو ادامه خواهیم داد، کتاب بسیار زیبا و خواندنی عجیب ترین دروغ تاریخ. این کتاب اثری است از عثمان خمیس، مؤلف کویتی و مترجم استاد اسحاق دبیری که واقعا از مؤلفین بنام، از مؤلفین و مترجمین بنام، آثار بسیار زیادی از ایشون به جای مونده جهت دریافت و ایشون به عنوان مؤسس فکر کتابخانه عقیده بودند و به حمد الله آثار ایشون مثل ستارگان میدرخشه. جهت دریافت نسخه ورد و پی دی اف کتاب عجیب ترین دروغ تاریخ با ایمیل book@kalam.tv مکاتبه فرمایید. خدا استاد دبیری را بیامرزد. خدا رحمتشون کنه. خدا رحمت بله ایشون فوت کردن. البته وفات ایشون خیلی مشکوک بود استاد خدمتی. به هر صورت خدا رحمتشون کنه. شبکه جهانی کلمه تصمیم گرفته شعاری به عنوان شعار شبکه انتخاب کنه و شعاری داشته باشه به عنوان پیام شبکه. طبعا مبارزه با خرافات و بدعت و شرکیات جزو اهداف اساسی این شبکه است و آمده برای پیام حقیقت و حقیقت آزادگی و همچنین توحید. دوست داریم شما عزیزان بیننده در انتخاب شعار این شبکه با ما سهیم باشین و ما این مسابقه رو برگزار میکنیم به این که شما دوستان شعار پیام برای شبکه ارائه بفرمایید با ایمیل zr@kalam.tv zr@kalam.tv مکاتبه بفرمایید و شعارهای خود رو به این ایمیل ارسال بفرمایید. ما به بهترین و زیباترین شعار جایزه تقدیم خواهیم کرد و این شعار و پیامی باشه برای شبکه. استاد خدمتی، این مسئولین این پیشنهاد رو دادن که ما این مسابقه رو اعلام کنیم در بین بینندگان که اظهار نظر کنن و شعاری رو برای شبکه ارائه بدن. برای اینکه برای بینندگان بیشتر تفهیم بشه این شعار توضیح بدید
که شعار چگونه باشد. مثلا خب. مثالی بزنید، مثلا شبکه بله. کلمه شبکه بله. طبعا شعاری که برگرفته از اون اهداف شبکه است، مثلا شبکه کلمه شبکه حقیقت و توحید، درست. شبکه کلمه شبکه ترویج دفاع از اهل بیت، یا شبکه دفاع از اهل بیت، شبکه دفاع از دین اسلام، مبارزه با شرک و خرافات بدهد بله. در چند کلمه باشه و جمله بسیار زیبا و مناسب باشه و انشاءالله که به بهترین شعاری که انتخاب میشه جایزه تقدیم خواهد شد. از اینکه شاهد این برنامه بودین کمال تشکر دارم. تا قسمت دیگر خدایان نگهدارتون، موفق و سربلند باشین. متشکرم از خدمتتون.